بینندگان عزیز، به تلویزیون مردم خوش آمدید. برنامه سربی با مردم از واشنگتن، پایتخت آمریکا، و به وقت نیویورک، شرق آمریکا، 2 بعد از ظهر با شما هستیم و امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. خیلی خوشحالم که دوستان برنامه ها رو پی میگیرن و ایمیل میدن، تلفن میدن و تلفن میزنن، پیام میذارن. و در رابطه با تلفن و پیام، امروز با یکی از طرفداران ترامپ که خیلی ماشاءالله مؤدب هست، شماره تلفنش هم قبلا روی فیسبوک گذاشته بود، حالا شما هم اگه طرفدار ترامپ هستید شمارهشو میدم، باهاش تماس بگیرید. بالاخره میگن آب میگرده گودی رو پیدا میکنه. یه ضرب المثل دیگه هم هست، میگن که چاه آبشی و چاه مسترا به هم دیگه را در میاره. در مثل مناقشه نیست. در صورت شماره تلفن ایشون هست 310-280-82-59. اسم این آقام دانیال توسیه و میگه من اون توسی نیستم که به بچه های ایران سر و ماجرای قرآن درس دادن اینها تجاوز کرده. این میگه یه توسی دیگه است. حالا شما باش آشنا بشید، ببینید چه توسی است و چه خواهد شد. در ساعت 3 بعد از ظهر 37 برنامه عقل بشر رو که دوستمون زحمت میکشه از خلیج فارس تهیه میکنه و ارسال میکنه برای شما پخش میکنم. شما در مورد این برنامه ها میتونید به اصطلاح نظر بدید، پیام بذارید و ایشون هم در برنامه های آینده پاسخ میدن یا نظرات شما رو در موردش صحبت میکنن. ولی دیدم که توی این برنامه، شنیدم که توی این برنامه گفتن 2 برنامه گذشته من رو. این توی کار تلویزیون یه مقداری اشکال به وجود میاره، چون دوستان نمیدونن برنامه گذشته شما کی بوده. باید بگین تاریخش چی بوده که اگه حتی برن توی بایگانی بتونن پیدا کنن. چون مخصوصا درباره این دوستمون، اولا دوشنبه برنامه پخش میشد، بعد ما دیدیم دوشنبه تو آمریکا چپ و راست تعطیل هست، از ایشون خواهش کردیم که چهارشنبه، ایشون هم قبول کرد و چهارشنبه ها. ولی فکر کنم اگر 2 هفته برنامه گذشته هم باشه، همون چهارشنبه ها رو شما دنبال کنید، وسط ویدیو میتونید برنامه ایشون رو بشنوید و در موردش نظر بدید. و برنامه جالبیه، وقت میذاره ایشون، تحقیق میکنه. اگه اشتباه نکنم 16 تا 20 سال قبلا تحقیق کردن و نتیجه یا حاصل این تحقیق ها رو مجانی در اختیار من و شما میذارن. ما ایرانی هم که چی مجانی دوست داریم. و اما یه چیزی براتون بگم که خیلی برای من تعجب آور بود. یه دوستی هست که سالها من ایشون رو میشناسم و خیلی هم آتشین بعضی وقتا به اصطلاح حمله میکنه به افرادی که ما باشون مصاحبه میکنیم و اینها. بله بله، خیلی هم خوب. بله. در صورت خانم لیلا میلانی و ایشون لطف کردن، من دیروز نبودم اینجا، واشنگتن بودم، میتونم بگم مثلا 7-8 تا پیغام گذاشتن و یه چند تا تکست نوشتن و از من سوالاتی کردن، من تا اونجایی که بتونم پاسخ میدم. یکی درباره آقای احمد علی مسعود انصاری، اگه شما ویدیویی میبینید و تاریخش زیرش نوشته نشده، اون پایینتر روزی که ما اون رو به اصطلاح پست کردیم یا قرار دادیم روی تلویزیون مردم و یوتیوب و اینها دیده میشه. در صورت بارها گفتم چیزایی که ایشون گفته یا من میگم از اینایی نیست که بگه چهارشنبه باید بیان بیرون انقلاب کنیم، حالا شما این مثلا پنجشنبه ببینی بگی آخ دیر شد ندیدم. ایشون روایت و قصه های دلش و قصه هاش رو با شما در میون میذاره. از زمانی که 12 سالش بوده رفته داخل دربار به وسیله ازدواج خانم فرح دیبا با آقای شاه، و ایشون میگه اصلا من اون موقع توی دنیای دیگه زندگی میکردم. بعد که
آمدم و به اصطلاح تو این جریانات قرار گرفتیم و اینها، من تصمیمم عوض شد که دیگه طرفدار پادشاهی نباشم و به رضا پهلوی هم گفتم و ایشون گفت خب اشکالی نداره با وجودی که طرفدار پادشاهی نیستی و عقیدت عوض شده با من بمون، چون من به هیچ کس دیگه به جز تو اعتماد ندارم. حتی یه جایی بهش تلفن میزنه میگه تو بیا من از دست مادرش همین فرح دیبا نجات بده که این اینجور و اونجور اینها. برای من جالبتر این بود که خانم لیلا میلانی، حالا یا به وسیله ویدیوهایی که روی برنامه‌های ایرانی هست یا همینجور توی فیسبوک و اینها، با کتاب رفیق آیت الله یا اون آقای فخرآور، امیر عباس فخرآور آشنا شده و ایشون میگو خیلی جالبه این حرفایی که این نوشته خیلی حقیقت داره، اسمایی که نوشته درسته حتی طبق به اصطلاح اسناد و کتابهای دیگه. من گفتم که برفرض که درست باشه 100%، این آقا خودش آدم بدیه و آدم غلطیه، آدم شارلاتانیه و من از روزی که این اومده توی واشنگتن، روزی که با اون آقای باطبی و با دیگر باطبی، درست میگم؟ بله، با اون آقای صحتی، اینا که تو تلویزیون بودن دوست بودن، آشنا بودن، حرفاشون یکی کرده بودن، بعد با هم دشمن شدن توی کانون دوستداران فرهنگ اینجا، برین چه آبروریزی کردن، چه چیزای بر علیه هم گفتن، چه دروغایی گفتن. روزی که اون آقای زرفشان آمد گفت این توی زندان به اصطلاح ملیجک پاسدارا و ملیجک زندانبانها بوده و از توی تنبونش به اصطلاح تلفن یا بیسیمی در میارن که این گزارش میداده، بعد این آقا آب جوش ریخته روی آقای زرفشان اگر اشتباه نکنم. ماجرای تلویزیون اینجوریه، من اولا بارها گفتم تلویزیون ها رو جدی نگیری، اگه جدی بگیرین مشکل پیدا میشه. دلیلش اینه که مثلا یه آقای نشسته میگه من ارتش بود هستم، براش نوشتم آقا شما کی ارتش بود بودی، در کدام پادگان، در کدام سه تا قسمت داشتیم دیگه، نیروی زمینی، هوایی و دریایی، شما ارتش بود کجا بودی و اگه ارتش بود بودی زمان شاه الان دیگه باید تو قبرستون باشی و تو فیسبوک و اینا دیگه فکر نمیکنم باشی. خب یا اینکه سرهنگی بودی چیزی، هی به خود درجه دادی که اونم امکان نداره، چون از سرهنگ به بالا درجه ها رو باید شاه میداد، درجه سرتیپ، سپهبد، سرلشکر، ارتشبد یا ارتشبد سرلشکر، 4 تا بود که بعدش دیگه میشد خدای خدایان شاهنشاه، اون خودش هی به خودش میداد. بمانه خانم لیلا میلانی اصلا کانسپت، اولا ایشون انگلیسیش خیلی خوبه و من خیلی از ایشون یاد گرفتم و اتفاقا قبلا هم یه در براش نوشتم شما به من انگلیسی بنویس که من مجبور بشم این کلمات رو استفاده کنم یاد بگیرم. و کانسپت تلویزیون، مصاحبه، کسی که کتاب می‌نویسه و اینا، تعجب میکنم که اصلا ایشون رانگ، یعنی توتالی رانگ. ببینید توی تلویزیون، چون من اینجا با تلویزیون آمریکایی هم کار میکنم، توی استودیوشون میرم فیلم برداری میکنم، میام میبینم اینها اینجوریه، وقتی یه نفر یه کتابی چاپ میکنه کسی که خبر نداره، خودش خبر داره و ناشر اون کتاب. حالا ناشر این کتاب میاد به تلویزیون ها تماس میگیره یا ایجنت این آقا و خانم میاد به تلویزیون ها تماس میگیره، به رادیو تماس میگیره، ترتیب مصاحبه هایی رو میدن که توی اون مصاحبه ها ضمن این که مصاحبه هست حقیقتا اینفومرشاله، یعنی اینفورمیشن میدن درباره این کتاب ولی دارن کمرشال انجام میدن و پول میگیرن از بابتش، پولهای زیاد. به این صورت هم هست که مثلا شما کتاب نوشتی، من منیجر شما هستم یا پابلیشر شما هستم، یا آقای بیژن خلیلی شرکت کتاب پابلیشر شماست، زنگ میزنه به تلویزیون پارس میگه که من یک کتابی نوشتم به نام من بیشتر از همه میدانم، میگن خب میخوای چیکار کنی، میخوام از طریق تلویزیون شما آگهی تبلیغ کنم بفروشم. دو نوع تبلیغ داری، یا میگه که شرکت کتاب مفتقر است، این کتاب را به چاپ رسانده در 700 صفحه و در 70 دلار به شما میفروشه، این آگهیه. یه سری داریم اینترویو،
و ایشون درست میگه. اون کسی که میخواد اینترویو کنه، من اتفاقا شنبه چون مریض بودم زنگ زدم به اون دوستمون آقای سفر داور و ازش خواهش کردم که اون خانم سمی کلی که قرار بود بیاد اینجا نیاد. و گفتم من اصلا نتونستم به اصطلاح خودمو ادوکیت کنم، یاد بگیرم راجع به این کارهایی که انجام میده، تو من ازش سوال کنم. شما همینجوری نمیتونی در باز کنی از یک کسی سوال کنی، هر قدم مصاحبه‌گر خوبی باشی، هر قدم چون توی تلویزیون یادت میدن که شما از دیوار از میخ توی دیوارم میتونی برنامه بسازی، یه میخی رو نگاه میکنی شروع میکنی این میخ کجا بوده، این چه سنگی بوده تبدیل به آهن شده، تو ذوب آهن رفته، چجوری فرمش دادن، حالا این میخه برای تخته خوبه، این میخه برای آهن خوبه، میخ پیچ خودروه فلان اینا. اونای مصاحبه‌گر خوبی هستن که وقتی یه نفر میگه من یه کتابی رو چاپ کردم، اتفاقا من تو تلویزیون مردم بارها گفتم، شما هم دیدید، میگم هر کسی کتاب چاپ میکنه، الحمدلله ایرانی ها که تبلیغ نمیکنن که کتابش رو برای ما پست کنه، ما براش تبلیغ میکنیم یه بار در برنامه زنده، اونم به این صورت کتابه رو میخونم خداییش، اگه ارزش داشته باشه سعی میکنم همه رو بخونم، اگر تو خط من نباشه شادم با ارزش باشه، ولی تو خط من نباشه اینو میخونی به صورت خیلی تند، و تند خوندن دوستان یه راهی داره که مثل اینکه شما عکس میگیری، به جای اینکه جمله ها رو بخونی از پاراگراف ها، پاراگراف چی میشه، از قطعه قطعه به اصطلاح اون کتاب مثل عکس میگیری. و من مثلا کتاب کهن سرباز بابک هروی رو خوندم و هرچی بیشتر خوندم هی بیشتر مایل شدم بخونم، صفحه به صفحه برم، بعد هی پست میچسبونی روش یا به اصطلاح هایلایت میکنی و سوال میکنی که آقا اینجا اینجور اینجور اینجور. ایشون میگه که وقتی یکی میخواد مصاحبه کنه باید کتاب اون طرف رو خریده باشه، بعد خونده باشه، بعد بیاد با اون مصاحبه کنه. دلیلی نداره که کتاب اون رو خریده باشه. من براتون یه ماجرایی رو بگم. سالها پیش وقتی که تلویزیونای ایرانی هیچ کدومشون جرئت نمیکرد این مقدس بودن این نامقدسان رو، خانواده پهلوی رو به اصطلاح عنوان کنه، من اولین کسی بودم که شروع کردم. سالها پیش وقتی کسی جرئت نمیکرد بحث دین و مذهب رو انجام بده، من گفتم دین به جای خودش، دین هر کسی هم برای خودش محترم، و قرار نیست ما به دین اونا احترام بذاریم. اگه قرار به دین اونا احترام بذاریم، من به دین اونا میپیوستم. یا آقای به نام سیامک ستوده اومد یک کتابی نوشت به نام اسلام و زن، یا اسلام و سکس، یا زن و سکس در اسلام، و هیچ کدوم از این مجریا و برنامه گذارا و صاحب تلویزیونای ایرانی جرأت مصاحبه با ایشون رو نداشتن. تنها کسی که از طریق دوست مشترک اون در مریلند به اصطلاح حاضر شد با این مصاحبه کنه من بودم، و وقتی هم که مصاحبه قرار شد انجام بشه، اون دوست اون آقای حسن که تو کارهای فنی و اینها بود، بهش گفتم که به ایشون بگو که یه جلد از کتابش رو بفرسه، و الا اگه هر کسی کتاب چاپ کنه من قرار باشه برم کتابش رو بخرم که ورشکست میشه. درسته گفتم یه جلد از کتابش رو بفرسته من بخونم ازش سوال کنم. ایشون هم لطف کرد یه جلد کتاب آورد تلویزیون، رو ما رفتیم دو سه روز خوندیم و اومدیم سوالامون هم نوشتیم، و آقای سیامک ستودم اومد اونجا. میخوام بهتون بگم جامعه بدی داریم خانم لیلا میلانی، شما بیشتر بکنم با آمریکایی‌ها سرکله میزنی. این بد بودن ما ایرانی‌ها رو اون روز اردوان روز بگو، من نمیدونم چرا اینقدرم از همدیگه گریزونیم، چون هممون فکر میکنیم ما خوبیم دیگرون بدن. تنها کسی که آمد گفت کارمون خیلی خرابه و هممون بد هستیم باز من بودم. مصاحبه کردیم با این آقای سیامک ستوده، یه آقایی بود به نام خسرو رنجبر، اون موقع پشت دوربین و اینها بود بیشتر. خوشحالم که آقای نوشیروان حاتم اینجاست، چون ایشون هم سپهبد همین ارتش ملی و نوین و اینها هست، و حالا بعد سراغ اینها هم میرم. و خسرو وقتی که پشت دوربین بود و کارهای فنی انجام میداد و اینها، که بعد رفت وایس آف امریکا، الان هم پک کنم پراگ تو رادیو فردا یا از این چیزا باشه، مهم نیست، آقای به نام خسرو رنجبر، وقتی این آقا اومد و
برنامه اجرا کردیم و خیلی هم سر و صدا به اصطلاح برپا کردن. نه اون موقع که اینجوری نبود که هر کدام از ما یک رسانه باشیم خودمون پخش کنیم، خودمون هم یه ساعت دیگه بیام نگاه کنیم. اون موقع یه نفر که بعد از یه هفته میمد تو تلویزیون یه برنامه میذاشت، میتونم بگم هر کسی دیش داشت اونو نگاه میکرد، چون اینجوری نبود که هر کسی یه جا باشه، هر جای خودش باشه، همه یه جا بودن، ساعتای مختلف بمانه. این آقای خسرو گفت که یه دونه از این کتابا هم من میتونم داشته باشم و رسمه. شما این اپرا رو نگاه کنید، وقتی میاد میگه 500 نفر 600 نفر نشستن اونجا. حالا نمیگیم که ایرانی ها مثل خانم اپرا به هر کسی یه ماشین بده، ولی کتاب میده، وسایل آرایشی که میاره تبلیغ میکنه، میگه زیر صندلیاتون نگاه کنید برای همتون یه دونه گذاشتن، یا چیزای دیگه بمانه. این آقای سیامک ستوده که کیفی هم دستش بود و چند تا کتاب داخلش بود، این کتابو که داد به آقای خسرو رنجبر، گفت که میشه 15 دلار. مثلا موندم، آقا تو اومدی اینجا نه یه پنی ازت پول گرفتی، نه برای اینا نهار خریدی، نه برای اینا شیرینی آوردی چیزی، حالا یه ساعت شاید هم بیشتر دو ساعت تلفن باز، مردم زنگ زدن، کتابتو خوندیم، من رفتم سه روز وقت خودم رو گذاشتم و اون موقع من پول درمی آوردم، اصلا فکر این پول و تلویزیون اینها نبود. در صورت بذارم ببینم اینو داریم ضبط میکنیم یا باد هوا داریم حرف میزنیم. در صورت وقتی گفت 15 دلار من خیلی عصبانی شدم، گفتم خسرو جان این کتابو بده به آقای ستوده. کتابی که داد، من کتاب خودم رو دادم به خسرو، گفتم من اینو خوندم و این دیگه کتابی هم نیست که احتیاج باشه دو بار سه بار بخونی، چون نه توش فرمولیه که بخوام به مراجعه کنم بگم ای اینجا گفت ای نمیدونم ام سی تو فلان بیسار، ولش دادم به اون. بعد دوستمون حسن گفت آقا میشه یه مسابقه دیگه با این انجام بدی؟ گفتم نه آقا، این آقا خیلی بیچشم و روه، خیلی بیتربیته و اصلا نمیدونه که آقا اینجا 800-900 دلار پول فقط ایرتایم بوده. آگهی تلویزیون اون موقع مثلا آگهی میکردن 12,000 دلار از یکی میگرفتن. بمانه، پس اینی که بنده باید برم کتاب آیت الله رفیق آقای فخرآور رو بخونم بعدم ازش خواهش کنم بیاد مصاحبه، نخیر همچین چیزی نیست. شما خودتون از طریق فیسبوک الان با این تماس بگیرید، دو جلسه باهاش صحبت کنید، ببینید اینا چجوری، کسی که دنبال رضا پهلوی بود، کسی که مادر ایران خانم رضا، خانم فرح دیبا بود، امروز وقتی دیگه رضا پهلوی فهمیده که این یه شارلاتانیه که توسط خانم نابینایی هست یا بود، خانم غفاری اگه اشتباه نکنم، اصلا شما برنامه این که یه نفر از داخل زندان ایران با یه کسی تو کالیفرنیا در تماس باشه، بعد بیاد از زندان که میاد بیرون بیاد دبی، بعد دبی آقای ریچارد پر کثیف‌ترین موجود آمریکایی بره تو هتل اینو ورداره بیاره اینجا، بعد ایشون بیاد اینجا بره با آقای جورج بوش رو نمیدونم اون بدبخت منوچهر گنجی آوردنش اینجا، هی کشیدنش این و هی کشیدنش اون و بعد همین فخرآور عکساشو بغل دست رضا پهلوی و خانم نمیدونم خانم رضا پهلوی و اینا رو نگاه کنید و ببینید که این چجوری سعی کرد بره تو اونا. رضا پهلوی با وجود ما اینقدر میزنیم تو سرش، ولی آدم زرنگیه، اینا رو فوری میشناسه میندازه کنار. تا انداخت کنار این آقا شروع کرد، حالا رفت تاریخ شناس شد. این آقا فوق دیپلم رادیولوژی رو هم نگرفته، میگه من دکترم. خب رفت تاریخ شناس شد، چه کار کرده؟ خود شما برای من امروز نوشتید رفتید این کتابو از کتابخونه بگیرید، ندارن سولداوت یا رنت اوت هر چی، گفتن 50 دلار بخرید. گفتم نخرید خانم، پولتون رو برای این کتابا تلف نکنید. و چیه که آقای خامنه ای رفته توی مسکو توی دانشگاه درس خونده؟ خب خونده که خونده، یا خانم فرح پهلوی و انقلاب ایران از به اصطلاح بد تینتی آمریکا نبوده، چون ما دیگه آقای فخرآور الان اینجاست، اسلحه میگیره دستش، با دوست دختر آمریکایی نه یکی نه دوتا چند تا میاد و میره، باید حالا چیکار کنه؟ چاپلوسی آمریکا رو کنه، به کی حمله کنه؟ به روس، که دوتاشون یه ببخشید شتی هستن، چه روس چه آمریکا. خب میریم سراغ روس. خب شما رفتی سراغ روس، چه چیز جدیدی رو عنوان کرده این آقا؟ فرح دیبا که همه میدونستن از فرانسه که بوده، از قبل از 20 سالگی کمونیست بوده و
بعدم تمام این دوستای کمونیستشو میاره تو دربار شاه، شاه هم حواسش به شکمش و زیر کمربندش بوده، نمیفهمه تو اتاق بغلی چه خبره. چه چیز جدیدی این گفته که من برم باهاش مصاحبه کنم؟ بعدم مصاحبه کنم که چی؟ که میگه فلانی اوکی خب این هست تو تاریخ، عکسش هم هست، فلانی از فلان دانشگاه فارغ التحصیل شده، خب حداقل نشون میده دانشگاه رفته. شاه ما که رب مدرسه انداختنش بیرون، نه دیپلم داره نه چیزی، همه کاره بود اصلا. بعد حالا این گذشته رو داره به شما میگه، شما میگی درست میگه، خب درست میگه، درست میگه. حالا که درست گفت بعدش باید چیکار کنه؟ نقشه فردا رو به شما میده. بعدم کسی که شما نگاه کنید زندگی اینو ببینید، توی 20 سال گذشته این آقا نوار قرآن و درس دادن شریعتش نمیدونم توی دانشگاه و مدرسه، دانشگاه نه چون تو دانشگاه شما میتونید به عنوان دانشجو کنفرانس بدی، نواراش وجود داره. چیزی که هست شما هیجان زده شدید، شما چون رسیدید به این یه چیز جدید دیدید هیجان زده شدید، از اون ور هیجانتون فرو کشیده و ناراحت هستید از دست آقای احمد علی مسعود انصاری، به دلیل اینکه خودتون آگاه هستید، به دلیل اینکه خودتون ویدیوهای ایشون رو قبلا نگاه کردید، تمام خاطراتش رو که تو تلویزیون رنگارنگ گفته، تو تلویزیون مردم گفته، تو نوارهای مختلف گفته، تو مصاحبه‌های ایرانی گفته، اینا رو شما آگاه هستی. حالا چون آگاه هستی، آخرین برنامه‌ای که یه نفر پول دو تا جلسه، والا میلیون هم ندادن، دو تا صد دلار ایشون لطف کرد، گفتیم شما پول برنامه زنده شو بده، بازپخشش و یوتیوبش و اینا با ما، یه نفر اسپانسر شده حمایت کرده، این آقا اومده، آقای انصاری میگه درسته که من تو این بودم، برای که این برنامه به ترتیب زمان گفته بشه و درست باشه و اشتباه نکنم، نوشتم، از اون نوشته میخونم. حالا اگر درست بلد نیست بخونه، من اون قبول دارم با شما. مثلا همه رو میگه همه، یا اینا رو بلد نیست، خب این اینه دیگه. اولا خود این نشون میده چه کسایی تو دربار بودن، خود این نشون میده چه کسایی مشاور شاه بودن، چه کسایی مشاور رضا پهلوی بودن، این همینه. و سورپرایز به قول معروف این که از سال 2001 که ایشون اومد و 12 تا برنامه من توی رنگارنگ داشتم و اینها، اینایی که شاهولایی بودن فوش میدادن آقا این مرد کی پدر سنگ نمک خورده، نمک دوش کنده، این بندازش بیرون، اینا گفت کام داون، نمکی نبوده. این آقا میگه آقا من نمکی به غیر از نمک خدا قبول ندارم. و خود مذهبی ها و خود سلطنت طلبان میگن حالا شما بیا بگو این دروغ گفته. تا امروز خانم لیلا میلانی حتی یک نفر، حتی یک نفر حاضر نشده بیاد بگه این انصاری دروغ گفت. و افرادی که اینو میشناسن، آقای سرهنگ عقیلی پور، آقای نمیدونم مهدی خانساری، اینا یکی یکی میگن آقا این آدم مذهبیه، امله، عقب افتادن، هرچی. بنده خدا آقای عقیلی پور اینو نگفته، آقای خانساری هم نگفته، من دارم جمع میبندم، ولی آدم درستکاریه. از اولی هم که با شما صحبت میکنی با انشالله و ماشالله و فلان شروع میشه، ولی this is the way he is. برعکس آقای فخرآباد یه آدم کلاش پدرسوخته، شما بنویسید سربی فاصله امیرعباس فخرآور، مصاحبهشو ببینید که دروغ میگه، میگه تو زندان شیراز بوده. اون وقت آقای فرهاد پارسی، بچه خواهر بختیاری یه کاری میاد میگه شما تو کدوم قسمت زندان عادل‌آباد شیراز بودی؟ میگه من تو قرنطینه بودم. میگه زندان عادل‌آباد که قرنطینه نداره، گیرم که قرنطینه هم داشته باشه شما رو بعد از قرنطینه میدن به بخش و به بند و فلان، اینها میمونه توش. آقای مجید صادقی از سوئد میاد رو خط باهاش صحبت میکنه، این بلند میشه میره، شما اون ویدیوها رو هم نگاه کنید. بعد شما از من سوال کردید راجع به آقای مسعود صدر. من آقای مسعود صدر رو دو بار ملاقات کردم، یه بار اومد اینجا که بره با رضا پهلوی به اصطلاح مصاحبه کنه، اون موقع اون آقای سهراب، چی اسمش، خدایا داداشم دکتر، میخواست سناتور بشه، ایرانی ها تبلیغ میکردن، اون تلویزیون هم که من توش بودم تبلیغ میکرد و اینها، اینا اومدن اونجا، سهراب صبحانی، نمیدونم اون دکتر باشه یا نه، مهندس و این چیزا بود، حالا اب نداره، هرچ
آقای سهراب سوپانی سال 2001 2002 احتمالاً 2001 بود، چون دیگه 2002 یا 2002 بود که 2003 میان تو مجلس اینا، بماند مهم نیست اینا. آقای مسعود صدر اومد اینجا، اولا یه آدم قد دراز خیلی لاغر و اینها، ببخشید توهین نمیخوام به قد درازا بکنم، توی ایران میگفتن اینایی که قدشون درازه خون به مغزشون نمیرسه، از اون ورم میگن اینایی که قدشون درازه زود میمیرن. حالا یه امیدی هست برای ماها که چاق و توپلیم، میگه که خون بیشتر اون وسطا جریان داره. یه بار ایشونو اونجا ملاقات کردم، دیدم اولا این حالا شاعره که هیچی، ولی حرف که میزنه هی میخواد تو شعر بچپونه، خیلی آدم ترسو محافظه‌کار. و خدای شما نگاه کن تمام اینا همینجورن، آقای میبودی، اونای دیگه که تو این ماجرای میدیا موندن و حقوقشون شغلشونه همینن، یه سری آدمای محافظه‌کار اگه یکی بیاد نظرشو بگی که میشه کفر ابلیس، میشه نمیدونم پیراهن یوسف، نمیدونم هر چیزی که شما بگین اون میشه من دیگه، اینا نمیگن. حالا همین آقای سعد شروع کرد در مورد این کتاب با آقای فخرآور مصاحبه کردن و اینها، فخرآور رسید به یه جایی که بابا این فرح دیبا مادر نمیدونم شاه اللهی های ایران، این یه زن اینجوری اینجوری اینجوری. آقای سعد هم حالا تلویزیون پارس هرچیه دعوا شد و با این فوش و فضیحت و اینها، و شما برید ویدیوهای امید دانا، ویدیوهای اون خسرو فرهوهر یه هم چیزی اینا رو نگاه کنید. شما یه قسمتی رو نگاه کردی آمدی، اون روز من گفتم یکی نوشته بود که حقیقت یه آینه ایه که از آسمون افتاده رو زمین شکسته. حالا ما هر کدوم از اینا، ما هر کدومون یه تیکه از این آینه رو برداشتیم نگاه میکنیم، خودمون رو توش میبینیم، فکر میکنیم این حقیقت دنیا، میگی نه اینا رو باید بذاری کنار هم. شما میپرسید چرا این آقا با آقای انصاری مصاحبه نمیکنه؟ اصلا ببخشید اینو میگم، ما من شما کی هستیم که به کسی بگیم چرا شما با اون مصاحبه نمیکنید؟ دلشون نمیخواد. مگه شما به آزادی به دموکراسی باور نداری؟ دلشون نمیخواد. یا یک کسی، من که نپرسیدم از هیچ کدوم از اینا، یک کسی از این پرسید آقا شما حاضری بیای بشینی پهلو این؟ ها گفت نه آقا. این موقعی که تو دربار بوده، من یه بچه کوچولو بودم، فخرآور موقع یه بچه کوچولو، آقای چیز اگه اشتباه نکنم الان نزدیک 70 سالشه، 69 68، آقای انصاری، و وقتی این 70 سالشه فخرآور 40 سالشه، چه چیزی دارن که بتونه؟ آقا فخرآور که تو دربار نبوده، فخرآور میاد اینجوری میکنه، نگاه کنید چشای من مثل چشای رضا شاه، فکر کنم مامان من رفته نمیدونم در یه جایی یه نفر رضا شاه سوارش شد، اینجوری داره میگه. اصلا من موندم وقتی شما اینقدر پیغام گذاشتید و با این شور و حال از این دفاع میکنید، تازه بکنید مبارکتون باشه، برید دنبالش کتابشو بخرید. این مردک میگه من 3 میلیون نسخه کتاب فروختم، شما همین کلمه رو بگی 3 میلیون نسخه کتاب آیت الله رفیق و ایشون فروخته، اصلا من چیزی ندارم. هر کسی میخواد مصاحبه کنه به این آسونی نیست که یه نفر که میخواد با یک مصاحبه کنه، یکی باید اسپانسر بشه، سپورت کنه، بعد اون با از اون میپرسه. این آقای نوشیروان حاتم هنوز هم هستن بسکر روی فیسبوک، من بهشون میگم آه شما یه دفعه هم قبلا ما قرار بود با هم مصاحبه کنیم، گفتید من ویدیوهاتون رو ببینم، شمایی که فرمانده ستاد ارتش نوین ایران هستید، روی فیسبوک انقدر فعال هستید، توی کانادا هستی و بلد نیستی ویدیوهای سربی رو از توی فیسبوک از توی یوتیوب پیدا کنی. آقا نمیگیم برو دنبال کارت، یه منشی استخدام کن، کسی که میاد اونجا اون آقا سیبیلش هم اینجوری میکنه، حرفش هم نمیدونم اونجوری، آقای دکتر آریا منصور ارتش بود و قرار میذاره، بعد ما تماس میگیریم، بلد نیست چجوری تبدیل کنه ساعت ترکیه رو با ساعت نیویورک، من اینجا 2 بعد از ظهر منتظرشم، اونجا 2 نصف شب منتظر منه. اینا رو ببخشید اون وقتا میگفتن اینا رو باید بذاری سینه دیوار، انقدر ما ایرانی ها زود یه نفر محکوم میکردیم و میکشتیم، باید بذاری سینه دیوار یا شوتشون کنی یا بذاریشون لای دیوار لای جرز. گویا ما خیلی سابقه داریم، به جای اینکه اون میله های چی بهش میگفتن چی میله، یه آهنه هست برای ساختمون استفاده میکنن، چی آرمه یه هم چیزی،
که یعنی مسلح میکنه اون سیمان رو، نه با توپ و تفنگ. مثل که تو ساختمان‌های ایران آدما رو میذاشتن لای جرز و استخوناشون این دیوارهای خشتی و جرز رو نگه میداشت. شما ببینید الان دوباره باز آقای گلن ترشیزی نوشته بود که دیشب آقای ترامپ در این سخنرانی در کنگره، آقای ترشیزی این دو روز، حالا دو روز اینو واداشتن خونده از روی تلپرامتر، کسی که تو تمام تبلیغاتش میگو اینایی که تلپرامتر میخونن اینا دروغگو هست، مینویسن میذارن جلوشون اینا از روش میخونن. من راست میگم که حرف دلمو میزنم، حرف دلشو زد، آمریکا رو رسونده به یه جایی که خطر انفجار و خطر جنگ های داخلی هست. حالا یه چند نفر نشستن گفتن آقا یک سال گذشت دیگه رئیس جمهور میخواستی بشی شدی، زنت هم که دیگه الان بهت محل نمیذاره. حتی دیشب اینا با دو تا ماشین رفتن اون مجلس، اون با یه ماشین رفته اون با یه مجلس. تو برنامه نگاه کنید خانم لباس سفید پوشیده که میگن این لباس سفیدش یه نوع اعتراض و یه نوع همراهی با اون زنایی که بهشون تجاوز شده، دست درازی شده. خب بعد شما میگی که شاخص مارکت های به اصطلاح چیز آمریکا رفته بالا. آقا رفته بالا که رفته بالا، اینا پول دادن به یه شرکتایی که کار زیاد بشه، شرکت رفته اون پول مصرف کرده، دستگاهاشو اتوماتیک کرده، اونایی هم که کار میکرده کرده بیرون. شما سب کن وقتا بود میگفت که باش تا صبح دولتت بدمد کین هنوز از نتایج سحر است. آقای ترشیزی یکم سب کن، فوری از این آب گلالود ماهی نگیر. کنگره ملی ایرانیان قانون اساسی ایران رو نوشته و تحویل کنگره داده. گفتم اولا این کنگره شما اسمشو بذارید کنگره، چون کون اینا به هم گره خورده، امروز این میره با اون 50 دلار بگیره، امروز اون میره با اون 100 دلار بگیره، پس اینا کنگره نیست، کنگره هستن. اوکی، بعدم نشنال کنگره فلان کیه؟ آقای فخرآور 4 تا بدبخت عقب افتاده، اون پدر روحانیه کیه؟ زنشو زد، بعد زنش هر روز دست فاکس نیوز بود. حالا ما میفهمیم فاکس نیوزا چه آدمایی هستن، هر زنی که از اون درو میره تو چه کارش میکنه. من حتی شنیدم خانم رودی بختیار گویا اونم جزو همینایی بوده که آقای بیل اورایلی حالا یا دست درازی کرده یا هرچی، یه پولی هم گرفته. خانم رودی بختیار هم بعد قرار شده ساکت باشه. من حتی ازش پرسیدم که شما مایل هستی بیا یه مصاحبه داشته باشی و دیگه خبری نشد. میگه که you said don't waste your money on buying the book، و همون بوکی که شما میخوای بخری اگه میگین این مرجعش از اونه، من گفتم خب اون بوک رو نخر. بعد بوک آقای فخرآور هم که دیگه تو تلویزیون ها همه شو گفتم، بله اینا همه مال روسیه هستن. خب هستن، حالا چیکار کنی؟ آخه یه وقت شما یه داستان رو میخری میخونی، رمان هست، میخوای ببینی آخرش این زنه به این مرده میرسه که باباش به زور گفته ازدواج کن، یا میرسه به معشوقش، یا فیلم سنگامه، یا فیلم شعله است، یا فلان اینا. یه وقت اینا رو میخونی میخوای یه چیزی یاد بگیری. شما چه چیزی این گفته که قبلا نمیدونستی؟ شما انقدر میدونی که طرف که میاد یه چیزی رو تکراری میگه خستتون میشه، میگی من همه اینا رو میدونستم. و من میگم اصلا از دیروز تا حالا شاخ در آوردم. گفتم این همون خانم لیلا میلانیه، و نمیدونم، در هر صورت شما میتونیم پیام بذاری زندن. من این پیامایی که شما گذاشتی نفهمیدم، میشه تو تلویزیون پخش کنیم؟ نمیشه. بعد اینجوری 3 دقیقه 3 دقیقه 3 دقیقه، درسته که دستگاه ما کات میکنه، ولی شما اگر درباره یه چیزی، همین درباره فخرآور، ننگاور، زجرآور، خیلی لقبای مختلف داشتن، اگه میخواین صحبت کنید یه کاغذ بردارید چند تا سرتیتر بنویسید، بعد که زنگ میزنید که دیگه نگید اولش مثلا این برای شما هست یا نیست، چون نگفتید. من گفتم شاید از بس هیجان زده هستید نگفته باشید، حالا اگه من پخش کنم شما بگید من نمیخوام اصلا پخش بشه. اگه خواستید برای جمعه قشنگ 2 تا 3 دقیقه، حتی 3 تا 3 دقیقه، ولی هرچی کمتر بهتر، 3 دقیقه صحبت کنید که من کتاب آیت الله رفیق خوندم، رفیق آیت الله، یا این مصاحبه‌های آقای فخرآور رو از تلویزیون دیدم و به نظرم این آدم چیزیه، تبلیغی هم بشه براش مجانی، دوستان برن. ولی من سوال من اینه، ما وقتی میگیم دوستان برن دنبالش، برن دنبالش چه کار کنن؟
برنامه این آقا چیه؟ شما ازش سوال کن آقا این آقای جورج بوش که گفت این مثلث شیطانی و نمیدونم چیز نورد کوریا و عراق و ایران بود کجا بود، چطور شد، چه معاملاتی در همون زمانها با ایران انجام دادن. این آقای ترامپ که اومده از روز اول گفته من کاغذ فرجام و برجام و همه رو پاره میکنم، چطور شد، چه معاملاتی انجام شد. آقای فخرآور خجالت بکش، بلند شدی خونه و زندگی و مادر رو نمیدونم اینا رو ول کردی اومدی، شما زنگ بزن خانم میلانی با شوهر خواهر این، ببین این چه آدمیه، زنگ بزن با دوستاش ببین این چه آدمیه. میگه تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. ما دیدیم اینا که باهاش دوست بودن چه چیزایی از این گفتن، رفتارش اینجا دیدیم و بهتون گفتم بارها، ساز و نقاره از دور صدای دلنشینی داره، این آهنگ عید بود میزن، این اگه نزدیک باشی با دستمال کاغذی اینجوری کنی بکنی تو گوشت ولی کر میشی. آواز دهل شنیدن از دور خوش است. شما 5000 کیلومتر 3000 مایل دور هستی، آواز گوش خراش این فخرآور به گوش شما فعلا خوش میاد، ولی باش روزی که خود شما بیای بگی آقا این عجب موجود حرومزاده ایه. اوکی این از، ولی بیایم درباره این آقای نوشیروان طاهری چیز. البته من از آقای آریانپور سوال کردم شما این چیز به اصطلاح این ارتش نوین ایران و اینا رو قبول دارید میدونید، ایشون هنوز به من جوابی نداده. بذارید من ببینم، بله این آقای نوشیروان حاتم، ببینید دوستان چی نوشته. من بهش میگم که آقا جون شما نمیتونی یه چیزی رو بنویسی بذاری اونجا بعد هر کی بهت میگه بگی ما نوشتیم اونجا. شما شدی مثل مسلمانای حزب اللهی، میگی تو قرآن هست، شما شدی مثل مسیحی ها، باز دم این مسیحی ها گرم، اقلا وقتی میری تو کلیسا جلوی هر یکی جای یه نفر یه جلد بایبل گذاشتن، وقتی میری تو هتل تو کشو این برش یه بایبله، تو کشو اون برش هم یه بایبل. ولی این آقا میگه که جناب سوربی این پرسش های شما را صد بار من و فرماندهی ارتش پاسخ گفته ایم. اولا اینا دو نفر بیشتر نیستن، این هست و اون آقا، و قولتون میدم اگه یه روزی برسه به یه دستوری که باید کاری انجام بدن، همین آقا از اون آقا به اصطلاح فرمان برداری نمی کنه. ضمن این که دستور ارتششون این هست که شما بدون چون و چرا اوامر ارتش رو باید اجرا کنی. گفتم آقا این که میشه اون مزخرفی که میگفتن المأمور معذور، این میشه اون بدبختی که بردن اعدامش کنن، گفت من به تاج و تخت شاه قسم خوردم بهش وفادارم، بدبخت تا آخرین لحظه نفهمید. احمق، تو باید به مملکت وفادار باشی، تو باید به خاک میهنت وفادار باشی، تو باید به تک تک مردمت وفادار باشی، و الا این شاه میره یکی دیگه میاد گو میره سنده به جاش، هیچ فرقی نمیکنه. در صورت اینم ماجرای آقای نوشیروان حاتم و میگه مقام من ازش پرسیدم آقا مقام شما در این ارتش چیست، بعد نوشتن، حالا این اگه بتونم چیزشو پیدا کنم، این فیسبوکم یه کمی اذیت میکنه، اون لینکو براتون باز میکنم، اینم یه تبلیغ مجانی برای اینها باشه. ارتش نوین ملی ایران زمین، اولا ارتش وقتی میشه خود به خود باید ملی باشه، دوم من وقتی میگی ایران برای هوا که نیست که دیگه، برای ایران زمینه. اینا رو دوما شما داری طول و تفسیرش میدی برای بیخود. بعد این معلومه یه نفری که تازه یاد گرفته با اینترنت و اینا به اصطلاح کار کنه، خوشحال که حالا تونسته یه عکسی بذاره اینجا و اینها، آمده این صفحه شونه دوستان، این تبلیغ مجانی، تبلیغ تقدیم به آقای نوشیروان حاتم، بله دو، یکیش پر شده رفته دو. ببینید نوشته ارتش نوین ملی ایران، این صفحه اصلیشونها، بعدم nationaliranianforces.com اوکی، نیروهای ملی ایران .com اورگم نیست. اوکی حالا میام اینجا، نوشته لطفاً روی نگارش کلیک کنید، please click here to enter
تو انتر هم غلط نوشتن چسبوندنش به هم، اب نداره، کلیک میکنیم ببینیم حالا چی میشه. چشمتون روز بعد نبینه، هی کشیده هی گذاشته اینجا، هی کشیده، نه باکس براش درست کرده نه چیزی. این بالا نوشته البته دیگه فرماندهی کل سازمان، فرماندهی کل سازمان اتحاد همبستگی ارتش نوع ملی ایران زمین، ارتش بود دکتر امیر منصور مسعودی آریا، دهم مرداد 2576 شاهنشاهی، یکم آگست 2017 مسیحی. اوکی، حالا میان پایین تر. آیین‌نامه داخلی، آرماننامه‌های سیاسی، ارتش نوین ملی ایران زمین، جمهوری پارلمانی ایران، پادشاهی پارلمانی ایران، فراخواست همیاری، بیانیه ارتش نوین ملی ایران زمین، سوگندنامه، فراخوان ارتش نوین ملی ایران زمین، بازگشت، پیوند با ارتش، کانتکت اس، و میایم اینجا سوگندنامه شون نگاه کن. شما تا میری اگه میخوای عضو بشی باید اینو براشون امضا کنی. این جانب آقای جان سمیت با سربلندی تمام در پیشگاه پرچم سرنگ و شیر خورشید نشان کشورم به خاک ایران و اصالت انسانی خود سوگند یاد میکنم که وفادار به آرمانهای بزرگ ملت ایران و پیرو مقررات ارتش نوین ملی ایران زمین باشم. اینجا رو گوش کنید دوستان، دستورات نظامی را بدون کم و کاست اجرا نمایم و هرگز گامی برخلاف منافع ملی و آرمانها و اهداف ارتش نوین ملی ایران زمین بر ندارم و حتی در صورت ترک و یا برکناری از ارتش اسرار سیاسی نظامی ارتش را که در زمان خدمت در اختیار داشتم محترم بشمارم و در حفظ امانت بکوشم. شماره پرسنلی و امضا. نگاه کنید دوست، شما میری یه جای امضا میکنی که من دستورات شما رو بدون هیچ کم و کاستی اجرا میکنم. اگه طرف مثلا فارس بود گفت آقا باید حمله کنیم لرستان، این پدر سوختا چرا لری صحبت میکنن حمله کنیم بریم بالا، تبریزی ها چرا ترکی صحبت میکنن حمله کنیم بریم بلوچستان، چرا بلوچ صحبت میکنن، شما باید بدون کم و کاست بری و اجرا کنی. هرگز گامی هم برخلاف منافع ملی. منافع ملی رو کی تعیین میکنه؟ حتما این آقای نوشیروان حاتم و اون یکی دیگه فرماندهشون کی بود؟ این آقا. حالا گفتم چند مدت پیش بود اون موقع آقای علی ترابی هی گرفته بود که آقا با این مصاحبه کن، با اون آقای ارتش بود، ما هم گفتیم آقا مردم میگن بیان که بیان دیگه، ولی اگه میخواین بیان باید برنامه رو سپورت کنی. گفت خب اونایی که میگن بیان مصاحبه از اونا پول بگیری. این قسمتشو درست گفت این آقای دکتر ارتش بود. بعد بهش میگم یعنی شما این ارتشتون پول نداره 50 دلار 100 دلار بده که یه جای بیاین حرف بزنی؟ آقا اینجا شما یه خودکار که میفروشی، بعد میارنه میگن که میخوای بری به یه کارخونه بگی من میخوام 1000 تاشو درست کنم اینا، میگه اینی که خودکار امروز خرید تو چند خرج میکنی که دوباره این بیاد همین خودکار رو بخره؟ میگه مثلا برای هر خودکاری 30 سنت، نمیدونم اسمش هم چیه، اون کلمه اکیوز و اینا نیست، متهم کردن و توهین تهمت زدن نیست، اکیوز یه چیزی اینجوریه تو حساب داری، حالا مهم نیست، یعنی چند خرج شما میشه که یه نفر که اومده اینو خریده دوباره بیاد. حالا اینا اینقدر عقب افتاده هستن، کسی رو ندارن، حاضر نیستن حتی برن افراد جدید رو جلب کنن، فکر کردن یه وبسایت گذاشتن اونجا. خود من سال 1986 نادان بودم، فکر کردم اگه رفتم کامپیوتر خریدم تمام حساب کتابای بیزینس منو این کامپیوتر درست میکنه. داداش بزرگی من که استاد به اصطلاح این الکتروفیزیک و دکترا و هست و کامپیوتر درس میداد اینا، به من گفت آقا اینجوری نیست، و اولین بار بود که من شنیدم جانک این جانک آوت. گفت کامپیوتر شما باید بشینی یکی به یکی اعداد رو بهش بزنی. بله، حالا این حسنش اینه که این اعداد رو برات جمع میکنه، اگر گذاشته باشی تو ستونی که باید جمع کنه، اگه گذاشته باشی اشتباهی تو ستونی که منها باشه منهاش میکنه، پدر صاحب بچه و حساب کتابت هم در میاره، ولی باید بشینی یکی یکی باهاش کار کنی. آقا فیسبوک شما باز کردی، هر کی هم اومد گفت آقا این ارتش چیه، بگو آقا اونجاست دیگه، مثل قرآن مجید برو دستم بشور تا چیز کنم، دست نماز بگیر برو قرآن مجید بخون، و تمام سوالات شما اونجا جواب داده.
آقا عصبانیه، آقا ما این سوالا رو 100 بار جواب بدی، نه که خیلی کار دارن، هر روز دارن میجنگن، هر روز دارن آموزش میبینن، نه توپی، نه تانکی، نه تفنگی، نه اسلحه ای. و قولتون میدم اینا عکسایی هم که میذارن این عکس هم عکس جدید نیست، مثل امروز من شما نمیبینی که بابا این سوربی که موهاش امروز گری یا سفیده به قول ما ایرانی ها، این 15 سال پیش موهاش بیشترش سیاه بود. اینا یه عکسی هم مال اون دوران قدیم دارن میذارن، اون وقت میخواد جوونه بلند شه بره بدون کم و کاست فرمان این رو انجام بده. فرمان کی؟ آقا تو ارتش بود شاه بودی؟ کدام ارتش بود؟ کدام ارتش؟ کدام ارتش بود؟ چه کردید در زمان شاه؟ فقط اومدید با اون آقای قره‌باغی و اینها نوشتید که ما تسلیم هستیم، تحویل دادید به آخوندها. شما سپهبد هستی؟ سپهبد چه رشته هستی؟ تدارکات هستی؟ لوجستیک هستی؟ توپخونه هستی؟ نیروی دریایی هستی؟ چجور به خودت اجازه میدی که شما و یه نفر دیگه تصمیم بگیرن برای یه ارتش؟ اصلا اسمی که انتخاب کردی غلطه، ارتش یه معنی داره، یه مفهومی داره. شما اسمشو گروهان هم نمیتونی بذاری. آقا باید اول یه دسته‌ای باشه، گروهانی باشه، گردانی باشه، تیپی باشه، توپی باشه. همینجوری ارتش آزادی خواهان اون بدبخت عقب افتاده مجاهدین کم بود که یه ارتش دیگه هم شما درست کردی. ولی این ارتش ملی ها، مال ایران زمین هم هست. ما نه رو هوا کار داریم نه تو دریا، ما فقط رو ایران زمین هست. اینا بهشون میگم شما اگه تحمل صندلی داغ رو داری بیا. بله لیلا خانم، آقای فخرآور نمیاد اینجا، چون دو بار سه بار اومد اینجا دید این صندلی هرچی این دروغ میگه، ما یه دستگاهی بس کردیم رشتمون برق دیگه، بر اساس دروغای ایشون زیر قنبلش داغ میشه و چون زیاد دروغ گفت دیگه کم مونده بود تعدیق ببنده، در میره. میره کجا؟ میره بدبخت مسعود صدر پیدا میکنه، بله از من ایراد گرفتن که این کراوات های قشنگ رو از کجا میارید؟ آقای صد خجالت بکش. حالا تازه صد داشت راجع به یکی دیگه میگفت، یه نفر توی تلویزیون دیگه آمده راجع به این گفته که این صد مثلا چرا توهین کرده به رضا پهلوی فلان، چرا تازه حالا بعد از 30 سال صد جرأت کرده و اینها، که آقا این آقا رضا چرا کاری نمی کنی؟ حالا با چیکار کنه؟ با چیکار کنه آقا رضا؟ خود آقای صد یکی ازش پرسه اگه تو جای رضا پهلوی بودی مردم ایران بابات رو اینجوری کرده بودن بیرون، پدر بزرگ تو اینجوری کرده بودن، جنازه پدر بزرگ تو اینجوری در به در کرده بودن، چه کار میکردی؟ با آغوش باز بلند میشدی میرفتی ایران؟ اگه سوربی بهش میگه آقا بگو ببینیم میخوای چه کار کنی، میدونه که این داره مردم رو بازی میده، میگه آقا بیا بگو من نمیرم، تکلیف تو برنم کن. که بعد آقای انصاری میاد بیرون میگه عزیز من به این سادگی نیست، پدر این یا با زیرکی یا با نادانی یه تراست فاندی رو درست کرده که اون تراست باید اینا یکیشون یا شاه بشه یا همشون بگن ما نمیشیم، پولا رو تقسیم کنن. اینی که بچه برادر آقای شاه میاد با سوربی مصاحبه میکنه، پاتریک اونم بنده خدا یه جورایی مثل که ارسایی که میخوره خیلی خوبه، اونم دنبال سلطنته. چرا دنبال سلطنته؟ مانی تاک بولشه واک. اینم از این ماجرا. و اما بله، آقای ترامپ دیروز در اینجا بهش میگن State of the Union، وقتی که یعنی به اصطلاح بیلان هر سالشون رو میان میگن، ولی بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. به همین خاطر وقتی این میاد یه چیزی میگه، دیدید حتی دموکرات ها که قرار بود سکوت اختیار کنن و به این نشون بدن که تو رئیس جمهور ما نیستی و اینها، همشون لباس مشکی پوشیده بودن فلان، نه بعد یه جاهایی باز بلند شدن دست زدن، اینا بلند میشن که پاشون نگیره تو هواپیما، دیدی خیلی میشینی. یک ساعت و نیم مردی که اومده صحبت کرده راجع به تیراندازی لاس وگاس چیزی نمیگه که 50 خورده نفر کشته شدن، بیش از 500 نفر زخمی شدن، راجع به اشکالای دیگه چیزی نمیگه، ولی میاد میگه که نمیدونم استاک مارکت رسیده به 26000. خب رسیده به 26000 که چی؟ یه دفعه میاد پایین همچین مثل سال 2008 تمام بازنشستگی مردم آمریکا از بین رفت. و اما چرا خوب صحبت کرد؟ برای که از رو نوشته بود، برایش نوشته بودن و دو روز
این آقا نه توییتر زد نه فلان، نشسته بود اونجا فقط داشت میخوند. دلیلش هم این بود که مواظب بودن تر نزنه، اوکی؟ به جای توییتر رو تر زدن وایساده بود میخوند، بعدم هی میخونه، هی خودش تاق تاق تاق. یکی هم بهش میگه احمق این دست تو نزدیک این میکروفونه، اینقدر تاق 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 نکن، بذار مردم برات دست بزنه. تازه اگه میخوایم دست بزنی اینجوری یواشا، خیلی خوشحال. مثل این اینجاش هم قیافش مثل اینایی هست که روی این تخت سنگا میشینن، کمیلیون بهشون میگن، آفتاب پرست، رنگشون عوض میشه. ولی قشنگ اینا رو بذارید نگاه کنید، یک ساعت و نیم وقت مردم رو تلف کردن، چه چیزی میگه. بعد میاد کسایی رو که اینجا دارن مالیات میدن، زنه شوهرش یه سرباز آمریکاییه، بچهش 2 ساله است، میاد با اینا صحبت میکنه، طرفدارای ترامپ، احمق میگه باید این زنه رو از اینجا بکنم مکزیک، بفسبر مکزیک. میگه آقا این خانمه 2 سالش بوده از مکزیک اومده، الان 30 سالشه، 27-28 سالشه، اصلا بلد نیست زبون اونا رو. مملکت رو داغون و حالا وایسیم ببینیم به کجا میرسه. من امیدوارم قبل از اینکه خراب کنه همه چی رو، خودش رو به خاطر کارهای خرابی کرده بگیرن. یک کلمه راجع به راشا صحبت نکرد، یک کلمه نگفت که اینا دخالت کردن تو انتخابات آمریکا، در صورتی که 16 قسمت یا 16 بخش به اصطلاح امنیتی و اطلاعاتی اینجا، میدونید دیگه، الان هوملند سکیوریتی هست، نمیدونم CIA هست، FBI هست، NSA هست، هی سازمان‌های چیز که هر روز هم زیادتر شده، هم تعداد سازمان‌ها زیاد شده، هم نفرات تو سازمان‌ها، اینا همه‌شون گفتن باور داریم که راشا روسیه توی انتخابات 2016 به اصطلاح دست داشته. حتی فیسبوک آمد گفت بله بر اساس این تبلیغایی که ما دادن، این پولایی که ما دادن، ما نادانسته رفتیم و در این دام افتادیم. اینم ماجرا. بله، حالا یه سالم ایشون رئیس جمهور بود، شما به من بگید که چه کارهایی انجام داده. یه نفر دیدم نوشته بود که قولایی که ترامپ داده و قولایی که عملی شد، اینا هم به خودشون دروغ میگن. این خواننده هست، شوهر بیانسه اگه اشتباه نکنم، آقای جیزی، این الان در افتاده با ترامپ، میگه آقا تو میگی الان درصد سیاه‌پوستای بیکار خیلی پایینه، مرد ناحسابی، تو تنها کاری که کردی توی دسامبر یه دونه چیز راجع به تکس نوشتی که اینم تا سال 2019 به درد ما نمیخوره، پس این کاری نکرده. اگرم مارکتی بالا رفته، اگرم تعداد بیکاری پایین اومده، دنباله اون ماجراهایی هست که 8 سال 9 سال اون آقای نمیدونم به قول شاه الله یا حاج حسین سیاکاکو کاکو سیاه اون بوده. ولی این آدم پررویه، آدم دروغویه. اون وقت متاسفانه افرادی هم مثل آقای گلن ترشیزی، مثل دیگران که یه منفعتی دارن که آقا حالا ما تعریف ترامپ رو بکنیم، شاید این کنگره نمیدونم نشنال فلان ایران قانون، آقا قانون اساسی، گفتم بهتون قانون اساسی لیبریا کپی قانون اساسی آمریکا. این اونجا چه کشوره به قول خود همین ترامپ احمق شتحولی هست، و اینجا قانون اساسی، همین که تا امروز ترامپ اعلام نکرده که من کینگ هستم و میخوام تا آخر عمر رئیس جمهور باشم، این قانون اساسی اینجا که خوب بوده افسارش گرفته، که اینم حالا دنبال یه قانونی میگرده که یه جوری ماسمالیش کنه. ساعت 2:52 است، ساعت 3 بعد از ظهر من پیغام این دوستمون رو براتون پخش میکنم و شما هم میتونید مثل ایشون در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. من به شوخی به دوستان، چون تو آمریکا میگن بابا خیلی گرونه، دست و پات قطع میکنه، یعنی بابتش باید بدی، من میگم که در تلویزیون مردم ما یا دستتون رو قطع میکنیم یا پاتون رو. ولی از سال 2006 تا حالا، اینو برای همین ارتش نوین میگم، یا آقای دیگه بود حسینی، نه حسینی دلغک، توی چیز فکر کنم آلمان بود، اونم میگه آقا ما یه ارتش درست کردیم خیلی فلان اینا، گفتم خب بیان، گفت حالا بریم پول جمع کنیم بیان. 5 سال رفته هیچ خبری ازش نیست، ولی خبرهای خوب دارم. 19 نفر که قول دادن میرن ایران، مخصوصا تا همین 22 بهمن، چون امروز 11 بهمنه، بله،
امروز 11 بهمن برابر با 31 ژانویه، 19 نفر روی فیسبوک میگن ما داریم میریم به ایران. جالبه، یکیش که این آقای چیز هم اسم آورده بود، آقای رضا زرابی، میگه به اونایی که به ما گفتن نمیرین نگاه کنید ما اومدیم اینا تابلو ایرانی. بعد خود احمقش میگه من توی اربیل عراق هستم. آقا اربیل عراق اصلا کاری به ایران نداره، اربیل عراق شما میتونی از اینجا سوار شی بری. اتفاقا خیلی از اینایی که تو آمریکا دزدی کردن، که یکیش اینجا یه وکیلی بود پولای مردم خورد، بلند شد رفت تو اربیل عراق. حالا من اسمش نمیگم چون خانواده‌اش اینجا هست. یعنی اربیل عراق شده یه محیط آزادی که ممکنه 4 نفرم برن برای آزادی کردستان و اینها، ولی یه سریشون قاچاقچیان، یه سریشون آدمای خاطی خطاکار. حالا این آقا اومده ببینید به کوری چشم اونها، اولا چشم خودت کور بشه، کسی کوری چشم نداره. بدبخت تو میگی من میخوام برم اونها رو سرنگون کنم، همه مینویسن آقا اینجوری که شما میرید شما خودتون کننگون میشین، یعنی باید نگران سر فلانتون تحتون باشین. حالا یکیشو دیدم فیلمشو گذاشته، اون یکی دیگه هم که هی ریشاشو میبافه و ریشاشو رنگ میکنه و نشسته اونجا. و بعد خانم بیدخت رو دیدم. خانم بیدخت هم این وسط بالاخره میگفت چی؟ تقاری بشکند ماستی بریزد، جهان میشود بر نمیدونم به کام کاسلیسان. اینم از این ماجرا. خب دوستان عزیز بریم تشکر کنیم از یه دوستی که من به ایشون گفتم ارادتمند، گفت آقا ما هم ارادتمندیم، از آلمان و لطف کرده به وسیله باغبانش برای ما 50 دلار فرستاده، لطف بیشتر کرده، نوشته که پیغام گذاشته امروز که سوربی جان ببخشید کم بود چون آخر ماهه، ولی من خیلی خوشحال شدم، گفتم این اگه آخر ماه 50 دلار کمک میکنه حالا ببین فردا که میشه اول ماه چه کار میکنه. البته ناگفته نماند، بعضیا اول ماه که حقوقشون میاد انقدر به فکر فردا هستن که کمتر خرج میکنن، آخر ماه دیگه خیالشون راحته، میبینن اون مخارج معمولیشون گذشته یه چیزی اضافه دارن، بعد میگه ای که دستت میرسد کاری بکن. حالا اینو یا با سوربی یا با تلویزیون مردم یا به جای دیگه که دوست داره، چریتی بچه ها و اینها کمک میکنه. صحبت از بچه ها شد، این دوستمون پتیک یه ماجرایی نوشته بود برای من، بعد نوشتم که چیه این ماجرا، گفت که آها راجب از اینجا شروع شد، راجب ایران یا تهران باله ندارد. این رقص باله است، من بهتون گفتم من از دو تا چیز خوشم نمیاد، یکی این اپرا، اون اپرا نه خانم اپرا، یکی از این اپرا که یکی همینجور از اول تا آخرش جیغ میزنه، بعد شما تازه باید یک کتابی داشته باشی به زبان خودت بخونی بفهمی این خانمه اینجا که جیغ میزنه خوشحاله یا اینجا ناراحت. این یکی خوشم نمیاد. دومیش این باله است که بچه ها و دخترها مخصوصا ببرن از جوانی پاشونو خراب کنن، تمام اینا آرتروز، ما میگیم به ایرانی اینجا میگن آرترایزه، آرترایزه یا هم روماتیسم، روماتیسم که نه، روماتیسم یه چیزی که طبیعی، ولی آرتروز یعنی سائیدگی استخوان دارن. آخه کسی که خدا بهت 26 تا چقدر استخوان داده تو پا یا طبیعت بهت داده که چجوری وایسا، اینجوری باش اونجوری باش، اینا رو بیای ورداری اینجوری رو دوتا انگشت پاد، بعد از این بعد بدوی و از اون بعد بدوی اون، تهران باله نداره. منم نوشتم انگار که ما همه چی داشتیم فقط باله نداشتیم، نگرانی این خانم و حکومت شاه نداشتن باله بوده. آقای آریانپور یه چیز نوشته، آقای پتیک یه چیز نوشته، اینا رو به ترتیب میخونم، ولی باز تشکر میکنم از اون دوستمون که از آلمان زحمت کشید و به من گفت که سوربی تو مثل بچه من هستی، من 82 سالمه تو 21 سال از من جوانتری، ماشاءالله بزنم به تخته. و بهتون گفتم اون مثلا دوتا ارتشی که ارتش نوین ملی ایران زمین را انداخته بلد نیست ساعت اینجا رو با ساعت ترکیه مثلا تنظیم کنه. در اصل این براتون میخونم، گفت که موقعی که سپاه بهداشت و ترویج آبادانی و اینها را افتاد، یه نفر مادری بچهش آورد برای این میگفتن پزشک، یا بابا دیپلم داشته میبردن 3 ماه
سه ماه آموزشش میدادن، چون سه ماه اول که آموزش نظامی بود، سه ماه دوم که آموزش تخصصی بود، شما تو سه ماه به یه جوونی که خودمون هممون میدونیم مغزش کجا، فکرش کجا، حالا یا دوست دختر یا دختر همسایه یا دختر فامیلشون، اینها تو سه ماه چی میتونی به این یاد بدی که بعد بفرستیش توی دهی که هیچ امکاناتی نداره، فقط به این بگیم پزشکی ها. میگه رفت یه جایی، مرد خانمه بچهش آورد، زنه بچهش آورد، گفت این اسهال داره، بیرون روی میکنه، همش هرچی میخوره آب اینا میاد بیرون. گفت که باید به این کته کباب یا کته ماس، کته ماس بدی. خانمه گفت کته ماس چیه؟ گویا تو بلوچستان بوده، براتون میخونم. گفت که بابا باید برنج، گفت برنج آقایه یک کم برنج و ماس بهش داد، گفت اینو بهش بده و خوب میشه. خانمه فردا اومد گفت که بدتر شده. گفت چیکار کردی؟ گفت اون برنجا و ماس بهش دادم اینجور شد. برنج خشک داده به پسره، برای که بلد نبودن اونجا حتی برنج چیه، برنج چجوری بپزن. دوستان این ماجرا مال زمان شاه. شیخ هم که اومد بدتر از اونا، چنان بدتر از اونا که من و شما امروز میگیم صد رحمت به کفن دزد اولی. ولی بریم ببینم اگه بتونم اینا رو براتون بخونم از روی خود نوشته هاشون که به اصطلاح کم و زیاد نگم. و امروز خیلی جالبه، نمیدونم ایمیل گوگل ما از 15 مگابایت یا گیگابایت هرچی واحدشه رفته بالاتر، یه دفعه یه سری ایمیل هایی که من گذاشتم که ازشون استفاده کنم برای نوشته و اینها، اینا همه رو پاک کرد. جا داره که از علی دوست خوب مثلا تشکر کنم که این تاریخ و شمار تلفن و اینها رو هنوزم برای ما میفرسه. چهارشنبه هست 11 بهمن و برابر است با 31 ژانویه. اونایی که آخر ماه میلادی کمک میکنید آخر ماه، اونایی که اول کمک میکنید فردا اول ماه هست، اونایی که وسط ماه ایرانی کمک میکنید امروز 11 و چند روز دیگه میشه 15. در هر صورت اینم از این ماجرا. و اما من اون روز گفتم که گفته اگر امروز ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو هم تو خیابونا بخونیم، این آخوندا ما رو به عنوان شورشی و ضد انقلاب میگیرن میارن فلان. اینها پیام برای من نشد که آقا یعنی میگید که این کارهایی که آخوندها میکنن ضد قانون اساسی. گفتم بابا جون خود آقای چمنارا هم بارها گفته اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی رو هم شما بیاری، اینا اون قانون رو زیر پا گذاشتن. حالا بحثی بشه برای آقای چمنارا. آقای چمنارا متاسفانه یا خوشبختانه، هرچی خوشبختانه چاد چون مجانیه، متاسفانه چون برنامه‌هاش دیگه الان مورد پسند من نیست و قابل پخش هم در تلویزیون مردم نیست. یه برنامه‌ای داشت میومد میشنه سراجی به چیز صحبت می‌کرد اینها، ولی از موقعی که با این دوستان کلیمی به اصطلاح همراه شو شعره بود، میگو همراه شو رفیق، همراه شده، من چیز جدیدی نمیبینم. اون ربای نشسته داخل یه مشتی کتاب مثل پشت مغازشه. آقای چمنارا هم از اینجا، آقای چمنارا بیا همین راجع به قانون اساسی ایران بگو که آقای دکتر نصر احمدی، این خانم لیلا خیلی مخالف دکتر نصر احمدیه، چون اون روز وقتی من راجع به کتاب ایشون صحبت کردم نوشته بود که اگر کتاب ایشون به من پول هم بدن من نمیخونم. اصلا ناراحت نباش، هیچ کی به شما پول نمیده بخونی، ولی به خود من بعض وقتا اگه پول بدن بگن یک کتابی رو بخون، باور کنید میگم من نمیخونم. من کارم کتاب خوندن نیست. شما میتونی بگی این سه صفحه رو بخون نظرت چیه، اون کار رو انجام میدم، ولی کتاب منو برو بخون بعد به نظرت بگو چی کنم. من چه کتاب شما رو بخونم؟ بماند. این دکتر چمنارا گفت، نصر احمدی گفت که این قانون اساسی جمهوری اسلامی، اینو من نگفتم، بهتر از قانون مشروطت. چرا من نگفتم؟ برای که نه اینو میدونم نه اونو میدونم. آره بریم سراغ این. این هم اعتراض اصفهانیا، این رو دوست ما فرستاده. از اجازه بدید من صدای اینو یکم زیاد کنم، اینا رو ببندم و یک دو دقیقه برای شما این نوار رو بذارم. توی این دو دقیقه من یک جرعه چای بنوشم و صبر کنیم بریم یکی از شهرهای کجا، اصفهان. ویدیوی ارسالی به گزارشگر، این کامرای دو، اینم صدا و پخش، صداشم زیاد کنم بریم.
شهر زیار از توابع شرق اصفهان هست، جایی که مردم حدود 200 دستگاه تراکتور رو به نشانه اعتراض به قطع آب رودخانه زاینده رود جمع آوری کردن و گذاشتن. کم آبی، بی آبی و خشکسالی، آرزوی باران، داستانی قدیمی اما آشنا برای مردم دیاری که سالیانی دراز با این پدیده ی طاقت فرسا کنار آمدند. اما به نظر می رسد که سیاست های غلط در چند سال گذشته و خشکسالی کارد را به استخوان مردم نواحی مرکزی ایران رسانده باشد. رهبری ما دردی ما کشاورزه نمی دونیم. در این میان مردمان روستاهای اصفهان و استانهای همجوار که نسل به نسل کشاورز بودند، نه تنها خود را بیش از دیگران متضرر می‌دانند، بلکه پس از اعتراض به انتخاب اصلا متوجه ساعت نبودم و اجازه بدیم ما ساعت 3 بعد از ظهر قول دادیم به اون دوستمون که برنامه‌های ایشون پخش بشه، از ایشون هم عذر می‌خوام بیان اینجا و این برنامه رو پخش کنیم. ببینیم که کامرای 3 نه اصلا بعض وقتا اینجا میگم ما اگر یک کسی بود فلور دیرکتور بود، یک کسی بود تهیه کننده بود، اینها بهمون میگو که آقا 3 شد، ولی ما شور حسینی برمون میداره و از جاده اصلی میریم بیرون. از ایشون عذر میخوام، 4 دقیقه تاخیر. با هم ببینیم این 20 دقیقه برنامه شماره 37 عقل بشر. سلام بر شما. تاریخ نگارش قرآن را بررسی کرده و آن را ادامه می دهم. از شنوندگانی که به ما پیوستند دعوت می کنم به دو گفتار پیشین مراجعه نمایند، به این امید که از آغاز موضوع مطلع شده و بیندیشند. نگارش قرآن این مراحل را طی کرد. 1. در سال 16 هجری خلیفه دوم از زید بن ثابت خواست سخنان و گفته های حضرت محمد را در یک کتاب جمع آوری کند. این کتاب پس از تهیه شدن منتشر نگشت و در خانه حفصه دختر خلیفه و همسر حضرت محمد بایگانی شد. 2. خلیفه سوم کمیته ای از زید بن ثابت و چند نفر دیگر تشکیل داد که قرآن را بازنویسی کنند. نگارش قرآن در سال 30 هجری و 19 سال پس از درگذشت پیامبر پایان یافت. 3. در نیمه دهه 4 هجری هنگام خلافت حضرت علی و سپس معاویه و ولایت زیاد بن ابی بر بصره، نقطه گذاری حروف قرآن و تغییر و افزایش حروفش از سریانی به عربی و از 22 عدد حرف به 28 عدد حرف رسید. ده سال طول کشید تا به شکل کتابی مقدس شناخته شد. در نتیجه حروف قرآن از سریانی به عربی تغییر یافت. 4. در تاریخ آمده که پس از اختلاف اموی ها با هاشمیان در مکه و ساختن مسجد اقصا 40 آیه بر قرآن اضافه گشت و تعدادی از آیه ها که به کافران مکه و اموی ها بدگویی شده بود پاک و نابدید گشت و با دیگر نویسی تغییر معنا و تفسیر یافت. 5. نوشته قرآن فقط در دمشق و نزد خلفای اموی وجود داشت. بعد از آن به پایتخت خلافت عباسیان در بغداد انتقال یافت. از این قرآن ها و دو قرآن دیگر دوران خلافت عثمان رونوشتی در دست نیست. از وجود و انتشار قرآن در ایران هنگام حمله اعراب به دو قرن بعد از آن اطلاعی در دست نداریم. قرآن مورد استفاده در خاورمیانه در 300 و اندی سال پیش و با ظهور دستگاه های چاپ توسط پادشاهان عثمانی به نام قرآن عثمانی منتشر شد. به علت شباهت نام و خوشنویسش که اتفاقا نامش عثمان بود، خیلی ها تصور می کنند که این همان قرآن زمان خلیفه سوم عثمان ابن عفان است. رونویسان قرآن در مرحله نخست و پس از آن حتما در کار خود مرتکب اشتباه شدند. یعنی هر بار که رونویسی می کردند با اشتباه در یک نقطه و یا یک حرف تغییری در معنی آیه قرآن دادند. قرآن‌های خطی در دست است که به 700 سال پیش باز می‌گردد. تفاوت متن آنها و برگ‌هایی که از دوران پیشتر به دست رسیده بررسی شده و پژوهشگران خارجی و عرب تفاوت متن‌ها را یافته و لیست‌وار مقایسه و ثبت کردند.
کلمه های بسیاری از زبان های متمدن و رایج آن زمان مانند زبان آرامی و بعد سریانی و سپس فارسی و همچنین حبشه‌ای و یمنی و یمنی قدیم در قرآن می‌یابیم. در آن زمان و بعد از آن و تا حال معنی کلمه های بسیاری را کسی نمی‌داند. به عقل و ریشه کلمه ها کسی مراجعه نکرد. رونویسان قرآن این کلمه ها را به شکلی که می‌فهمیدند به حروف عربی نوشتند. به زبان اصلی قرآن که کلمه ها و عبارت های آرامی بسیار داشت، چون آشنا نبودند بنا به فهم خود کلمه ها و عبارت ها و آیه ها را رونویسی کردند. کلمه های بسیاری قابل درک اعراب آن زمان نبود، تا حال هم نیست، چه رسد به آنان که زبان عربی نمی دانسته و نمی دانند. به همین جهت مفسرین قرآن پیدا شدند. اولین تفسیر به سال 140 هجری نسبت داده شده. اغلب آنچه به ما رسیده و مصدر تفسیر و شناختن قرآن قرار گرفته، نگارشش از نیمه قرن چهارم هجری شروع شده. توسط غیر عرب و اغلب فارسی ها مانند طبری، بخاری، ترمذی و غزالی نوشته و چون مصدر معنی و فهمیدن قرآن رسمیت یافته. پژوهشگران تأکید می کنند که قرآنی زمان حضرت محمد نبود و پیروان و به علت در دست نداشتن کاغذ و دانش خواندن و نوشتن به مدت قرنها از متن آن خبر نداشتند. به علت وجود کلمه های خارجی در متن قرآن و ندانستن زبان های قدیم، معنایش به شکل های مختلف تفسیر شده و در جاهایی مفسرین اظهار نادانی کرده و یا شرح آن را به خاص و علم و رمز خداوند واگذار کردند. مثلا سوره های البقره، آل عمران، العنکبوت، الروم، لقمان و السجده با کلمه آلم شروع می شود. آن را با حروفش الف، لام، میم می خوانند و معنیش را به دانش و مرموزی خداوند نسبت دادند. این کلمه آلم در زبان آرامی سریانی معنیش دعوت به خاموشی و شنیدن است. یا سه حرف الف لام را در آغاز سوره های یونس، هود، یوسف، ابراهیم و الحجر با خواندن حروف به ما یاد داده شدند. این کلمه آلر از سریانی گرفته شده و معنیش دعوت به فراگیری است. همینطور کلمه اسلام که بعد از مهاجرت حضرت محمد به مدینه پیدا شد، معنیش در زبان آرامی تسلیم شدن بدون مقاومت است. کلمه اسلام در عربی وجود نداشته و در عربی معنی ندارد. طاهر در آغاز سوره‌ای به همین نام، یکی از نام‌های حضرت محمد، معنی و تفسیر شده. خیلی از عرب‌ها بدون دانستن معنی طاهر این نام را بر پسران نهادند. این کلمه سریانی است، از دو کلمه طا و هی در یک کلمه جمع شده، معنیش ای مرد است. هی در زبان‌های اروپایی به همان تلفظ مانند هی من استفاده می‌شود. در فارسی هنگام سخن با مخاطب به ای تغییر یافته. ترجمه آغاز سوره طه چنین است: ای مرد، قرآن را بر تو نازل نکردیم که رنج ببری. علمای اسلام که اصل قرآن را به زبان آرامی و سریانی قبول ندارند، میگویند خداوند برای اینکه مغز بندگان را تحریک کند، این رمزها و معماها را در کتابهایش بر پیامبر نازل کرده است. صحابه حضرت محمد هرگز نسبت به این رمزها مخالفتی اظهار نکردند. پیامبر این عبارتهای رمز را همان طور که نازل شده بود با حروف بر بندگان می‌خواند. این آقایان حقیقت نبودن قرآن در زمان پیامبر را مطرح نمی‌کنند. نسبت به حقیقت نبودن کتاب در دست مسلمانان و تعداد کم باسوادان کاملا سکوت کرده و به سخنانی مورد قبول مریدان متعصب که خواهان شنیدن هیچ سخن مخالف نیستند، ادعاهای خود را صحیح و منطقی دانسته و همه شاد از عقیده خود مجلس وعظ را ترک می کنند. پس از بررسی سؤال می کنم: مسائل دین اسلام را چرا همون فرشته ها که به پیامبران قبلی وحی رسانده اند سوی حضرت محمد فرستاده شدند؟ آیا همان اصول را تکرار کرده اند یا اصولی دیگر آورده اند؟ کسی نپرسیده که قرآن زبان عربی را چرا فرشته‌هایی با نام‌های آرامی میباید نازل و وحی کنند؟ جبرائیل که گبرائیل خوانده می‌شود، معنیش مرد خداست. ایل در آرامی معنی خدا دارد. همینطور میکائیل معنیش مانند خداست. نام پیامبر اسماعیل در اصل اشمایل است و معنیش خداوندش می‌شنود. چون حروف
زبان عربی نقطه نداشت، همینطور باسین خوانده و معروف شد. با موشکافی و مقایسه کتاب‌های مقدس در می‌یابیم عبارت‌ها، متن‌ها، داستان‌ها و مثال‌ها همانند هستند. اگر از مسلمانان عرب معنی کلمه‌هایی را بپرسیم که در قرآن آمده، معنیش را نمی‌داند. ما و مسلمانان غیر عرب را فراموش کنید. پژوهشگران یافتند کلمه‌ها و عبارت‌های آرامی تکرار شده در قرآن به لهجه‌های مردم شمال عراق می‌باشد. علت این است که ورقت ابن نوفل، پسر عموی خدیجه، کارفرما و همسر نخست حضرت محمد در مکه، کشیش مکه و وابسته به کلیسای نستوری بود. هر مدتی به شمال نینوا، موصل کنونی، سفر و در صومعه یا دیر نستور، یکی از چهار نویسندگان انجیل، اصول این مذهب مسیحی را فرا می گرفت. از مسیحی بودن ام المؤمنین خدیجه قبل از ایمان به اسلام سخن نمی گویند. سوره الفاتحه یا الحمد در زبان سریانی به همین تسلسل است. آخرین عبارت سوره الحمد یا الفاتحه که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین است، معنی این عبارت دوری نعمت از مورد خشم گرفتگان خداوند یعنی یهودیان و گمراهان یعنی مسیحیان تفسیر شده. پژوهشگران عقیده دارند تفسیر این آیه و اضافه های مشابه نفرت از این دو دین یعنی کلمی و مسیحی که در قرآن سند معرفی شدن توسط اموی ها بر قرآن افسوده گشته، زیرا در قرآن پشتوانه دینی میخواستند تا حمله به مسیحیان آسیای میانه و اسپانیا را با سند اسلامی انجام دهند. با در نظر گرفتن خونسردی و خوشرفتاری و خوشگفتاری حضرت محمد ابن عبدالله، دشوار است قبول کنیم که ایشان نسبت به آیین پیشین همسر خود که در قبول پیامبریشان نقش اساسی بازی کرده اند چنان صفتی را داده باشند. ازدواج حضرت محمد با خدیجه توسط کشیش وقت مکه ورقت ابن نوفل بنابر دیانت مسیحی عصر روز یک شنبه انجام پذیرفت. بنابر اصول همین دین، حضرت محمد فقط پس از مرگ همسر نخست و مسیحی زنان دیگر را به همسری گرفت. پژوهشگران به عدم وجود نفرت با این دو دین یادآوری می‌کنند که پس از اشغال شام و بین النهرین، مسیحیان عرب دو قبیله قساسنه و مناظره ساکن این سرزمین‌ها را خلیفه دوم مجبور به مسلمان شدن نکرد، اما اصرار ورزید فرزندانشان حتما مسلمان شوند. همینطور هنگام سفر عمر ابن خطاب به بیت المقدس با مسیحیان و یهودیان بسیار خوشرفتاری کرد. وقتی سرکشیش شهر از ایشان خواست در کلیسای قیامت نماز بخواند، این دعوت را رد نمود و گفت نمیخواهم نماز در کلیسا چون یک عادت ثبت شود و خلیفه های پس از من کلیسای شما را صاحب شوند. دولت اموی در اندلس یا اسپانیا افتخار عرب ها و مسلمانان است. در آنجا یهودیان صاحب منصبان و یاران خلیفه مسلمانان بودند و هنگام رانده شدن مسلمانان از آن سرزمین با حکمرانان اموی به شمال آفریقا بازگشتند. امروز یهودیان شهروند مغرب بازرگانان متنفذ هستند. تعداد زیادی از آنان به فلسطین مهاجرت کردند که نواده های کلیمی های اندلس اسلامی می باشند. در محیط حجاز 14 قرن پیش کلمه های زیبان نمعمولی میان مردم به علت محیط و وضع بسیار محدود بود. به علت دین اسلام پذیرش کلمه های غیر عربی به سادگی قبول و عمومی شد و توانایی زبان را افزود. در نتیجه بازرگانی با کشورهای متمدن روم و کلدان و فارس و حبشه، کلمه های این ملت ها به عربی وارد و بخشی از زبان شد. ملتی خود را دور از دیگر تمدن ها نگه دارد نمی تواند پر و گران شود. مثلا مردم قبیله بومی در آمریکای جنوبی که با جهان تماس ندارند، فقط در روشنایی می توانند گفتگو کنند، زیرا کلمه های زبانشان محدود است و با اشاره دست و استفاده از حرکت چشمان و صورت و سر مطلبشان را به طرف مقابل می فهمانند. کلمه های زیادی از اشغالگران ایران زمین مانند یونانیان، عربها، مغلها، ترکها، روسها و انگلیسیها به زبان فارسی وارد شده و ما آن را هر روز بر زبان می آوریم. با مراجعه به فرهنگ نامه ها می توان اصل کلمه های خارجی در زبان فارسی را شناخت. همه زبان های بر سر راه کاروان های بازرگانی کلمه های خارجی دارند. زبان عربی از این وضع مستثنی نیست.
متن قرآن را هنگام آموزش چنین به ما معرفی کردند که به زبان ناب عربی و مستقیما توسط خداوند بر پیامبرش نازل شده و به هیچ وجه قابل بحث نمی باشد. باید آن را قبول کرد. هر گونه سوال و یا ایراد نسبت به کلمه و یا حرفی رد شده و شخص کنجکاو و سربنیست می شود. شرح مختصری تقدیمتان شد. بیندیشید و بپرسید چرا اصل و تاریخ دین و کتاب‌های مقدس را برای من شرح ندادند؟ چرا واعظ این موضوع‌ها را روی منبر نمی‌گوید؟ آیا واعظین متعصب از آن مطلعند؟ علت مخفی کردن حقیقت‌های تاریخ، تاریخ عقیده‌ها چیست؟ چرا خودمون جستجو نکردیم؟ اگر شنیدیم چقدرش را باور می‌کنیم؟ آیا انباشته‌های عقلی به ما اجازه می‌دهد خلاف پذیر گردیم؟ یا بدون دانش و پژوهش و فقط با پیروی از عقیده نیاکان مانند همه مردم پایبند دین به ارث رسیده باشیم؟ بدون دانش با تعصب تکروی کنیم یا دین خود را ترک و بدون بررسی و بی اطلاعی آیینی دیگر گزینیم؟ خودتان با مراجعه به صفحه‌های اینترنت می توانید تاریخ نگارش قرآن را یافته و صحت این گفتار را شخصا بیابید. آقای سروی لطفاً دو عکس کتاب را نشان دهید. با سوادان ما دست کمی از بی سوادان ما ندارند. یک نمونه اش را تقدیم می کنم. آقای مهندس مهدی بازرگان در کتاب مسئله وحی در صفحه 1 پس از نگارش سوره النجم و ترجمه اش چنین نوشتند. ملاحظه می کنید کلامی است دارای حد اکثر استحکام و یقین، بسیار عالی، در عین ابهام و اشکالی که برای امثال ما دارد گیرا و تکان دهنده است. واضح است که ایشان از تاریخ نگارش و پیدایش قرآنی که در دست است اطلاعی نداشتند. با اعتراف به مبهم و اشکال داشتن متن آن را بسیار عالی و تکان دهنده خواندند. نمی‌پرسند چرا خدا باید با ابهام سخن گوید؟ خدا به توانایی بندگانش آشناست. چرا واضح و روشن و بدون رمز سخن نمی‌گوید؟ چگونه بنده‌ها ابهام را باید درک کنند و از آن سودمند شوند؟ آیا خداوند نمی‌دانست که با ابهام سخن گفتن موجب سردرگمی آفریدگان و تفرقه‌شان می‌شود؟ در نتیجه مفسرین پیدا شده و هر کس بنا به درک خود ترجمه و شرحی بیان می‌کند و در میان مسلمانان یعنی پیروان آخرین دینش اختلاف و جنگ‌ها به راه می‌افتد. نگارنده کتاب وحی نافهمی خیش را عمومی دانسته و به خواننده می‌رساند. نوشته جناب آقای بازرگان خاطره یک جامعه شناس را به یاد آورد. این جامعه شناس در یکی از کتابهایش چنین آورده: در مراسم روزخانی مردی شنونده با علاقه به سخنان واعظ گوش می‌داد. دهان از شگفتی باز کرده بود. نزدیکش شده پرسیدم آیا می‌فهمی واعظ چه می‌گوید؟ آن مرد جواب داد من که هستم و چه قابلیتی دارم که بفهمم این بزرگوار چه می‌گوید؟ این شنونده روزه نافهمی خود را عظمت و بزرگی واعظ می‌شمرد. بنابر اصول شرح و بیان اگر گفتاری را نفهمیدیم نویسنده و سخنگو را باید مقصر بشناسیم که از توانایی فهماندن بی بهره است. مثالش همین گوینده عقل بشر که گفتارش بیهوده و قابل درک نیست و میتوان ملامتش کرد. به اضافه بر اینکه شرح دهنده خوب نداشته و نداریم، چوپانان در سراسر دوران تاریخ انسان با اجرای اصول محدود ساختن عقل و فعالیتش مردم را از فراگیری و حقیقتیابی دور ساختند. وضع مغزی این انسان بر این کره قابل تغییر نیست. هرگز روش عقیده و تسلطش بر مغز را تغییر نخواهد داد، زیرا دگرگونی مسائل فلج کننده عقل بشر با بکار گرفتن زور و ستم و در زمانی نسبتاً طولانی عملی می شود. عقل قدرت تشخیص و تصمیم ندارد. خارج از محیطی که در آن پرورش یافته نمیتواند بیندیشد و سپس عمل کند. ما انسان‌ها هرچند خود را روشن فکر و اندیشمند بشماریم، آماده نیستیم سخنی مخالف انباشته‌های مغز بشنویم و هر گوینده مخالفی را دشنام داده و تحقیر می‌کنیم بدون اینکه برای فراگیری دانش و پژوهش و شناسایی طرح و ایده مخالف قدمی برداریم یا توانایی درک کمبود فهم خیش را داشته باشیم. اگر شمشیری در دست و تمان داشتیم حتما سر مخالف را می زدیم. رفتاری که در آغاز این گفتار به چوپانها و چوپان صفتها نسبت دادم.
این حقیقت در تمام دوران تاریخ انسان بر این کره تکرار شده. قربانی شدن صدها تن دیگر اندیش و مخالف ایده حکمران را خود شاهد بوده و خواهیم بود. با بی‌اعتنایی و دوری از اندیشیدن این حوادث را در تاریخ خواندیم و تصور نکردیم که ممکن است این بلاها بر سر خودمان آید. حتی شاهد بودن این وضع را مد نظر و اندیشه قرار ندادیم. مطمئنم خون این گوینده یکی از گرم کنندگان شمشیر این مدعیان بزرگی دانشمند بودن به هدف ثواب یابی و رستگاری و تضمین بهشت و برآوردن خواست خدا و کسب رضایتش خواهد بود. تا گفتاری دیگر، سر و بدنتان دور از گزند باد. بله بسیار ممنون. منم برای ایشون نوشتم که حالا منتظر شمشیرها باشید که با خون شما گرم و رنگین بشن. دوستان عزیز، درباره آقای فخرآور صحبت کردیم. آقای فرهاد زمانیان میگه آقای سوربی به تمام مقدسات قسم، این آقای خامنه‌ای وقتی زخمی شد من در بیمارستان بهالو در 6 تیر در مسجد فلاح میدان ابوذر بود در بیمارستان دیدم. بعد میگه انفجاری در کار نبوده. احتمالاً آقای فخرآور میگه. دوست دیگه ای آقای یوسفی، سید یوسفی نوشته که اربیل 5 ساعت با ایران فرق دارد. منظورتون تایمش فکر کنم یکی باشه. اگه مسافتش رو میگید بله، اربیل 5 ساعت با ایران فاصله دارد و ضمناً کردها همه رو میگیرن تحویل ایران میدن. من فکر نمی‌کنم همه کردها باشن، گروه های مختلفی اونجا هستن. کردها حتی خودشون به هم دیگه با گروه های مختلف به اصطلاح اشکال دارن و همه با هم نیستن. آقای سم میگه که اون اسمش دنبالش میگشتی احمد باطبی بود. اتفاقا احمد باطبی وقتی به من میرسه خودش رو یه جورای شیرازی میدونه. حالا بماند، این آقای احمد باطبی هم مثل اون آقای دیگه هست تو زندانه. اینا ماشاءالله ببخشید نمیدونم اینا تو زندان هستن، هر کدومشون 8 تا 9 تا 5 تا زنگ گرفتن و دیگه حالا خب چیزی نگیم بهتر. آقای سعید کاووسی میگه که استاندارد جهان پنجمی، منظورش ماها هستیم، نوریزاده است و فخرآور و اهورا و شاهپرک و آخوند. منظورت از شاهپرک کیه؟ چون میدونید که دختر آقای هادی خورسندی کمدین هست و اسم اون شاهپرکه. البته شاهپرک با پروانه توی انگلیسی 2 تا کلمه مختلف میشه و این خانم شاهپرک میگه من اولا به دوستام تو مدرسه تو انگلستان میگفتم که من بادرفلای هستم، پروانه هستم، بعد فهمیدم که شاپرک اون چیزای کوچولو سیاهی هست که میاد و اصلا اون پروانه های زیبا نیستن. حالا اسمش یادم رفته به انگلیسی چی میشه. اینم از این ماجرا. ممنونم از یکایی که دوستان عزیز، ممنونم از دوستانی که روی فیسبوک مردم تیوی هستن، ولی ما بنا رو بر این گذاشتیم که به اصطلاح فیسبوک فعلا در چی میگن، مثل سایدکیک میگن، در کنار این تلویزیون مردم، مردم tv.com و یوتیوب و اینها باشه. تا امیدوارم هم آقای خوشنودی هم آقای سعید دوست خون اینا قبول کنن ادمین بشن و اونا جواب بدن. مثلا یه خانم اومده بود فحاشی کرده بود، یکی دیگه اومده بود جوابش داده، من دوتاشو پاک کردم توی این فاصله که این دوستمون داشت صحبت میکرد. نظرتون درباره این ماجرای کتاب قرآن، نظرتون درباره این اسمها که در به اصطلاح زبانهای مختلف بوده و هست، حتی دیدید که اینا میگه که به اصطلاح تو زبان عربی یا هر زبانی وقتی که یه جایی قرار گرفته باشن که مسافرهای میرن و میان، توریست نه تروریست، توریستی میان و میرن، اینها به اصطلاح فرق میکنن. آقای زرابی هم اینجا هست، از ایشون ممنونم. آقای زرابی تو رو خدا یکم به این دوستاد نصیحت کن. اولا دیدم که مدل موهاتو خیلی قشنگ زدی، کاش که ما هم فرانکفورت بودیم میرفتیم بارسلونا. و اون دوستت بگو ببین این اثر تبلیغه که الان سوربی که تو آمریکا هست اگر بعدن بیاد فرانکفورت میاد توی آرایشگاه بارسلونا در فرانکفورت، البته به این امید میاد که مجانی باشه. نه، موهای من واقعا باید یه آرایشگر خوب باشه تا موهای به این بدی رو بتونه درست کنه، چون اینقدرم که هست اینجوری وای میسه.
و نمیدونم حالا دیگه ملت همش تبلیغ تو چیز که قرص بخورن برای که چیزاشون راست بشه فلان، ما همینجوری مثل خارپشت همه موهامون راست هست. بماند رضا زرابی عزیز برادر دوست خوب، به این دوستان بگو آقا خب شما چرا اولا به مردم توهین میکنید؟ اگه قرار کسی به مردم توهین کنه سربی هست بسه. دوما دوست عزیز سیبیل کلوف گردن کلوف که میای میگی که ببینید تابلو ایرانی، آقا 5 ساعت هنوز یا رانندگیه یا با پا فاصله است تا بری ایران، بعدم تازه بری ایران چه کار، بیچاره میگیرنه. بله اگه میخواید بری بگیرنت، بعدن بیای بیرون یه جایی کار کنی پناهندگی، که خب معمولا شما که بیرون هستی یا اون عقب افتاده ای که بیرون هست سوئد هست 47 سالشه آردی پدر بزرگه، نشون میده که یعنی این خانوادهش تو قرن 21 زندگی نمی کنن، اینا تو قرن 19 دارن زندگی میکنن، بلند شده از سوئد راه افتاده رفته حالا تو ترکیه، میره خونه این و اون میمونه، بعد روز دوم میاد میگه اینجا فاحشه خونه بوده، میره خونه اون یکی میمونه میگه میخواستن نمیدونم تجاوز کنن بهش. عزیز من آقا رضا زرابی، من اون روزم از شما ایراد گرفتم، گفتم شما میگی من مشاور ارشد حزب اتحادم، خب شما که مشاور ارشد هستی این رئیسش مدیرش دبیرش این آقاست که با یه دوربین راه افتاده رفته اونجا، بله نگاه کنید فلان فلان شده ها اینجا نوشته کبابی علی اکبر. خب بعد تازه میگه 19 نفر قرار شده بریم ایران، مبارک باشه برید ایران. و اما یه دوستی اون روز گفت آقا این جنبش دختران انقلاب رو هم به گند کشیدید شما خارج نشینان. ولی یه چیزی بهتون بگم راجع به خارج نشینان، یه نفر یه پیغام گذاشته، اولا میخواستم پخش نکنم ولی میبینم پخش کنیم شاید دیگران بفهمن یه چیزی یاد بگیرن، به اصطلاح این کار انجام ندن، بعد میگیم که نه اگه پخش کنیم هم به اصطلاح از اون ور بعضی اونای دیگه هم میگن خب بذار ما هم اینجوری حماقت کنیم این حتما پخش میکنه. یه دوستی که لهجهش هم فکر کنم خوزستانی زنگ زده راجع به دلغکی صحبت میکنه، آقا یه نفر بعد از 40 سال شماها که کاری نکردید این اومده، آقا چرا نشستی برنامه منو نگاه میکنی، چرا نشستی به من زنگ میزنی، نمیخوام بهت بگم مردک، نمیخوام بهت بگم احمق، نمیخوام بهت بگم بی سواد، بلند شو برو دنبال این استادت، مسجد منفجر کن، هر غلطی که اون میگه انجام بده، برو در خونه همسایتون زنگ بزن در رو. نمیخوام بگم من امیدوارم بگیرن چوب تو آسینت کنن، ولی اگه گرفتن ببین اون وقت سوربی چقدر مؤدب بود که گفت چوب تو آسینت میکنن، ببین چوب کجاهات میکنن، و این آقا که اینجا هست آیا اون موقع به داد تو میرسه؟ فکر نمیکنم. اینم از این ماجرا. آقای زرابی در حال تمرینات و آزمون و خطا در کار سیاست هستن. خب این خیلی جالبه، اینجا یه چیزی هست به نام اینترم، یعنی شما وقتی درس داره تموم میشه یا تموم شده یه دوره میری یه جای کار میکنی، هم مثل کارآموزیه، یه حقوق کمی هم بعضی ها میدن، هم شما on the job training باشی، دستت به کار آشنا بشه تا بعد بری. خب تو کار سیاست هم این هیچ اشکالی نداره، ولی اگه تو مراحل آزمون و خطا هستی یه دفعه شما نمیشی مشاور ارشد. وقتی میگی مشاور ارشد یعنی مشاور اکبر، یعنی یه مشاور عسکری هم وجود داره، اون مشاور عسکری دیگه چیه، اون کارش چیه؟ بعد این سازمان ها، آقای زرابی چون آمریکا بوده انگلیسی رو خوب میدونه، انگلیسیش بهتر از منه، میدونید که اینجا میگن که همه رئیس قبیله هستن ولی قبیله ای وجود نداره، اینو برای سرخپوستا میگن. و آقا این حزب اتحاد چند نفر دارید؟ اساسنامش چیه؟ چون این ارتش دوستمون نوشته بود رزومه آقای ارتش بود منصور آریا نمیدونم تو پرانتز ها اونجا هست. آقا خوندم، اولا این رزومه نیست، شما وقتی یه چیزی می‌نویسی اول نقل خودت میگی که من پسر رضاخانم، همچی که دنیا اومد یه دفعه میگی جمهوری اسلامی اینجوری، این رزومه شما نیست. رزومه اینه آقای آریانپور 10 بار آمده تو برنامه تلویزیون، هر بارم ازش سوال کردن توی 2 دقیقه زندگیشو گفته که چجوری درس خونده، چجوری به ارتش ایران پیوسته که به اشتباه بهش گفتن ارتش شاهنشاهی، چجوری به نیرو دریایی پیوسته، چجوری تیمسار شده،
از سرهنگ دو فکر کنم تنها کسیه که بدون اینکه سرهنگ تمام بشه، حالا اون در جای دریاداری و نمیدونم نیرو دریایی فرق میکنه، شده به اصطلاح سرتیپ. و بعد میگه آقا دیدم اصلا این از بیخ و بن خرابه و ول کرده رفته دنبال کارش. حالا شما هر کی بهت میگه که آقا شما کی هستی، تو کجا بودی، میگی ما نوشتیم گذاشتیم اونجا. وقتی میریم اونجا میخونیم، میگه من پسر رضاخان هستم در بلوچستان، من رستم فرخزاد هستم. حالا آقا اون رستمه رو ولش کن، ولی اون رستم دستان وجود نداشت که، قصه است. بعد شما اگه رستم باشی ببخشید گردن کلوف هستی، سوار اسب میشی، ولی انقدر نفهمی که بچه خودت رو میکشی. نشون میده اصلا از خانواده دور بودی، خبر نداشتی. نمیدونم کی بوده، تهمینه بوده همسرش. داستانای غلط چسبیدین یه مشت پیرمردی. من حالا دیگه پیرمردم، ولی اقلا پیرمردی هستم که هر روز میفهمم که کم میدونم. شما هر روز فکر میکنید که شما چقدر میدونستید. میگم آقا شما که ارتش بودی روز انقلاب کجا بودی؟ شما که سپه بودی روز انقلاب کجا بودی؟ چه کار کردی؟ بیان جواب بدید. آقای نوشیروان حاتم، اون یکی هم که دکتر آریا منصور فلان نمیدونم فلان. اوکی. خب دوستان عزیز، بریم این نوشته ها رو بخونیم و اون فیلم رو دوباره بهتون نشون میدم. این هم اعتراض اصفهانی ها. ببخشید که من این فیلم رو نصف کاره پخش کردم، ولی تو همین اولش گفت که داستان بی آبی در اصفهان داستان قدیمی است که این چند سال اخیر بدتر شده. بهتون گفتم من دانشجو بودم نجف آباد، یه اردوی بود، تابستون دو ما رفتیم اونجا و اون بچه هایی که سد شاه عباس بودن، اون بچه هایی که توی اصفهان چون ویکند آخر هفته میمدیم اصفهان، اون کاخ جوانان اینها برنامه داشتن، اینا ما میدیدیم که زاینده رود خشکه و توش فوتبال بازی میکنن، والیبال بازی میکنن. اصلا شما دلیل این پله های زاینده رود رو ببینید برای چیه؟ چون آب پایین میره بالا میاد، این پله ها رو میرن که هر وقت پایینه میشینن کنار آب، هر وقت بالاتر میشینن اونجا. مثل رودخونه خشک شیرازه که برای سیل و اینا درست کردن. ولی دوست ما که ارادتمند هستم، خودش میدونه چرا من این کلمه ارادتمند رو زیاد میگم، و اگر دوست داشت میتونه در برنامهش بگه، پیام بذاره، زنگ بزنه، همینجوری که برای من پیام گذاشتید راجع به حمایت کردید. ایشون میگه من داستان و ماجرای روزاینده رود رو نوشتم، یه روز این نوشتتون رو برای ما به اصطلاح بگید تا ما هم برای مردم پخش کنیم. باز برمیگردیم کشاورزان اصفهان و به اصطلاح اعتصابشون و ببینیم که چی شد، چون یه مقدارش رو شنیدیم. من اینو میبرم جلوتر. اهل زیار از توابع شرق اصفهان هست، روستاهای اصفهان و استان متهم به اقدام علیه امنیت ملی هم شدند. ما اخلالگر نیستیم میونه این بیابون. من همسر شهید هستم. خودم پدر شهیدم. من فرزند شهید هستم. 4 سال من بوده که پدرم از دست دادم. ما ازش من را انقلاب با کردیم. ما خانواده شهدا، ما اومدیم رفتیم جنگ کردیم. چه شما الان بالا بشینید پوزش بدین. تا پیش از ساخت سد زاینده رود، این رودخانه از سرچشمه تا تالاب گاوخونی جاری بود و این باعث می شد منابع آب زیرزمینی در طول سال برای کشاورزی مناسب باشد. سد زاینده رود اصفهان هست که به علت پایین رفتن بیش از حد آب به این شکل در اومده. با ساخت این سد و ساخت صنایعی در کنار این رود که مصرف آب بالایی دارند، این رگ حیاتی اصفهان به تدریج خشک شد. در این میان بخشی از آب زاینده رود هم به یزد و هم به چهارمحال و بختیاری منتقل میشه، در ظاهر برای آب آشامیدنی و در باطن برای صنعت، مسئله‌ای که نقش مافیای پشت پرده آب را در ایران روشن میکنه. علاوه بر برداشت بیرویه آب، کاهش 90% بارندگی در این استان نیز مزید بر علت شده تا بحران کاملا حس شود و تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های بخش کشاورزی این منطقه داشته باشد.
ایران در حالی با مشکلات خشکسالی دست و پنجه نرم میکنه که کارشناسان آب معتقدند فلات ایران همواره در طول تاریخ با مشکل کم آبی روبرو بوده، اما هدر رفتن منابع آبی به ویژه سفره‌های آب زیرزمینی محصول سوء مدیریت مسئولان در چند سال گذشته. با این حال مسئولان تقصیر را برگردن کاهش میزان بارندگی در ایران می‌اندازند. تا جایی که به گفته آنها میزان بارش باران در سال آبی جاری در نیم قرن گذشته در ایران بی سابقه بوده. کرج و خط رو می‌بینی که آب چقدر پایین اومده. بر اساس آمار وزارت نیرو میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه سال آبی گذشته حدود 40% کاهش داشته. آمار و ارقامی که بسیار خب بس دوست، میزان بارش باران، اولا این سال آبی یعنی چی؟ بابد از یه ماهی تا یه ماهی رو در نظر میگیرن بهش میگن سال آبی. ولی برای من جالبه از این ور دوستان میگن چون این صدها رو زدن آب نمیره اون ور، از این ور پشت صد رو نشون میده میگه اینجام آب نیست و دلیلش بارش کمه. برید بزنید توی بزنید چیه تایپ کنید توی گوگل H مثل حسن، A مثل علی، R مثل رابرت مثل رامین، P مثل پریوش، هارپ HARP، و ببینید یه سیستمی رو این کشورهای صنعتی فکر کنم آمریکا بیشتر باشه درست کرده که ادعا میکنن اگر با شما جنگش بشه میتونه یک کاری کنه که اونجا رعد برق بیاد، میتونه اونجا یک کاری کنه بارون بیاد، میتونه اونجا یک کاری کنه سیل بیاد، میتونه اونجا یک کاری کنه خشکسالی بشه. من نمیخوام دنبال به اصطلاح فلسفه دسیسه باشم بگم که بله این کار کردن خشکسالی بشه اینا. بعد توی این نوار میگه آب اینجا رو گرفتن دادن به چهارمحال و بختیار، بعد اونجا نوشته مرگ تدریجی چهارمحال و بختیار. یعنی اینقدر زد و نقیز انفورمیشن بهت میدن که خودت هم نمیدونی چیکار کنی. dedicated to those who act but not boast 24/7/52. بله این دیدم فیلم ویکیپیدیا رو آقای آریانپور فرستاده، ما اون روز هم دیدیم و پخش کردیم و خیلی های دیگه هم مثل من گفتن آقا بچه 3 ساله دائرت المعارف انسایکوپدیا رو از حفظ کرده بعدن حالا شده صاحب ویکیپدیا. گفتم والا نمیدونم، دوره‌ای هست که هر کی هر چی دلش میخواد میتونه بنویسه. تو اون روز دیدم آقای بیژن فرهودی یه خبری رو نوشته بود، بعد نوشته بود که ببخشید این خبر مال دوره قبل بوده، انتخابات دوره قبل و ورش داشته بود. حالا باز این حداقل وجدان داره و اگه یه چیزی رو غلط میذاره پافشاری نمیکنه، ورش میداره، عذرخواهی هم میکنه. حالا دیگه کسای دیگه آیا هستن همچین چیزی یا عکسی رو مثلا مال 10 سال پیش گذاشته و اینها بیاد بگه این عکس مال قبل بود یا نه نمیدونم. آقای سمبی میگه حرف حساب جواب نداره، این درسته، ولی از اون ورم میگن جواب ابلهان خاموشی است. یعنی اگه من اینقدر ابله باشم که حرف به اصطلاح ابلهانه بزنم، اونا میگن ما به این چی بگیم. این دو جا کار میکنه، این اشکال ضرب المثل های ایرانیه. بهتون گفتم که میگه کمال همنشین در من اثر کرد، مثلا گلی بودم خوشبو شدم، بعد از اون ور میگه که امکان نداره کسی بتونه کسی رو عوض کنه، یا مثلا تربیت نااه را چون گردکان بر گنبد است. گردکان گردو مثلا روی گنبد قلب بخوره میاد، از این ور میگه یعنی یاد گرفتن نیست، بعد از اون ور میگه ادب از کیا آموختی از بی ادبان. یعنی اینقدر ضد و نقیض داره، به همین خاطره که ما بدبخت این شعرها هستیم، ما بدبخت این ضرب المثل ها هستیم. چرا؟ هر وقت خودمون منطق کم میاریم و به جای اینکه بریم منطقش رو یاد بگیریم و مطالعه کنیم یه ضرب المثلی میاریم کمکمون، این ضرب المثله خودمون فردا میام ردش میکنیم با یه گفته دیگه. این از ماجرای آقای سم.
این ویدیوهای اصفهان مربوط به دعوا و اختشاش پارسال نیست، از حالا مال هر زمانی. اینم یکی از اون چیزاییه که توی خود این میگه در طی تاریخ، وقتی میگی تاریخ یعنی از شاه هم میری اون برتر، میگه در طی تاریخ این مثلا کویر ایران یا اصلا فلات ایران که میگن یعنی چی؟ شما نقشه رو نگاه کن، میچرخونی این کره زمین و همه جا سبز و آبی، میرسی اونجا یه دفعه میشه قهوه‌ای. یعنی انقدر خاک آفتاب قرده شده قهوه‌ای، یعنی دیگه رنگ زرد طلایی اینا نیست، شده قهوه‌ای. بماند آقای خوشنودی همشهری عزیزمون نوشته خود شازده هم به این طرفداران فیسبوک اعتقادی نداره و به این اونها طرفداران میدونه که اونها طرفداران مجازی هستن. بله من میدونم، ولی شازده دروغ میگه، چون خود من به شازده گفتم شما باید یکم آموزش بدین به اینایی که هوادارتونن، یکم آموزش دموکراسی بدین. مگه نمیگی بابای من قبل از اینکه دموکراسی بده آزادی داد گندش بالا اومد؟ خب حالا تو بیا آموزش بده که اگه یه روزی دلت خواست آزادی بدی گندش دوباره بالا نیاد. ولی دروغ میگه، چون پسر شاه هست. حالا شایعاتی که میگن پسر یک گوینده یه تلویزیون بوده و اینا بماند، یه چیزای از اون شاه تو وجودش هست. یکیش طرفدارای مثل شعبون بیمخ، شعبون جعفری رو داشتن و این افرادی که تو فیسبوک هستن میشه بگی شعبون بیمخ ها هستن، چاقو و زنجیر و چوب و چماقشون هم این وسیله یعنی فیسبوک هست. ساعت 3:44 هست. من گفتم که امروز زنگ میزنم با آقای توسی صحبت میکنم، یه کمی بدذاتی کردم حقیقتشون، میدونم این همینجوری نشسته و داره نگاه میکنه. اون وقتا یادتونه میگفتن فلانی رو انگوش به فلان نگه داشت، بعض وقتا میگفتیم انگوش به دهن، بعض وقتا من حقیقتش خواستم اینو نگه دارم، چون این مردک نامرد دیوانه یه پیامی گذاشته. اولا میگه که از چشاد من فهمیدم، آخه یکی به این بگه بی ناموس که تو از ترامپ هم بی ناموس داری. اگر از چشاش فهمیدی که این سوربی، چرا اینجوری التماس میکردی برای 2-3 دقیقه صحبت کردن؟ بعدم که سوربی بهت وقت داد بیای صحبت کنی، بلد نبودی از این 3 دقیقه صحبت کنی، هی من میگم راجع به این بگو، هی تو بگی من راجع به اون میخوام بگم. اون وقت این بیشعور هر چی دلش خواسته فوش داده. منم اون روز زنگ زدم، وقتی مطمئن شدم داره گوش میکنه پیام خودش رو براش پخش کردم. یعنی چی؟ همون ما روزی شد که ما بیان برنامه داشته باشیم و این انگشتمون رو حواله ندیم به کسی. التیاتون باشه، این انگشت فوش نیست، تیر و کمان. بله، Your live image on Facebook has mixed up color but on Mardom TV is fine now, thank you very much. بذار برات یه چی بگم، شما که دیگه استاد این کار هستی، شما تو فیسبوک یا تو تلفنت چیز داشته باش، این ور اون ور که میری با عوض شدن بندوید تصویر عوض میشه، پیکسل رو پیکسل میاد و اینه دیگه. حالا به بزرگی خودت و به دانش خودت ببخش، ولی خوشحالم که شما هستی و به اصطلاح ما رو همراهی میکنی. مرسی، دوباره هم نوشته It is fine. مرسی. بریم سراغ آقای پتیک و اون داستانو براتون بخونم که چی نوشته بود راجع به برنج و کته کباب شمال آخر. کاکو جون سلام. زمانی که سپاه ترویج آبادانی و بهداشت به اصول ششگانه انقلاب سفید اضافه شد، سپاهیان به دورترین نقاط من جمله بزمان بلوچستان اعزام شدند. روزی زنی که فرزند خردسالش مریض شده و بیرون روی هم داشت به درمانگاه مراجعه نمود. پزشکیار دیپلم سپاهی، پس از معاینه و دادن چند قرص کت ماست را هم تأکید کرد. زن پرسید کت ماست چیه؟ تو پرانتز نوشته که این زمان اعلی حضرت شاهنشاه عاری از مهر بزرگ ارتشداران بود. سپاهی مقداری برنج داد و گفت با ماست قاطی کن و به طفل بده و فردا بیاد دوباره ببینم.
روز بعد زن با وضع بدتری که برای پسرش اتفاق افتاده بود به درگاه آمد. سپاهی پرسید دستور مرا اجرا کردی؟ زن گفت بله، این را که داده بودی با ماسک قاطی کردم، دادم به بچه، حالش بدتر شد. بینوا در عمرش کته ندیده بود، کته نپخته بود تا بدون کته ماست چیست. از افتخارات زمان سابق مانند آمپول زدن زمان امیر کبیر. ماجرای امیر کبیر میدونید که اون میخواستن واکسیناسیون رو به اصطلاح یا واکسینه اینها رو یا پیشگیری رو چیز کنن، که یک ماجرای چیز به اصطلاح جالبی داره و اینها، و من اونایی که شیرازی هستن میدونن. گویا میگن آقای رجب علی صراف یا رجب علی هوایی رو به خاطر این نزولایی که میخورده و میبرده و پولایی که به اسرائیل میفرسه، پیشنهاد بهش میکنن، مجبورش میکنن یه درمونگاهی در فلکه مصدق، نه فلکه ها، میان شیراز میشه فلکه، فلکه مصدق، و فلکه بود که بعد از انقلاب هم اسمش عوض نشد، دوره شاه هم فلکه مصدق بود، این درسی باشه برای میدون شهیاد، میشه میدون آزادی، خیابون فلان میشه خیابون امام، بعدی میاد میشه خیابون سرهنگ، اون میره میشه خیابون دیکتاتور. مصدق هنوز تو خونه خودش خابیده، میدون و فلکایی که بوده و فلکایی که بود به اسم خودش هست، ملت نمیگن مصدق سابق. بمانه یه درمانگاهی بود به نام درمانگاه بهداری، دختر خاله پدر من به نام خانم زمان، اسمش زمان بود، ما بهش گفتیم خاله زمانی، خانم زمان فاضلی، و این واقعا خانواده فاضلی چقدر خانواده خوبی بودن. مثلا به من یاد داد که دنبال من را نیفت بیاد تا به یه تومن پول بدم، من اگه خودم خواستم به یه تومن پول میدم، اگه نخواستم خداحافظی که میکنم تا من بگو خاله خداحافظ من میرم. اینا چیزی که وقتی یاد میدن میمونه تو مغز آدم، خدا رحمتشون کنه اگرم هستن که عمر طولانی. من حتی میترسم از فامیل احوال فامیل بپرسم، حالا باید از پسرمون بگم آقا یه لیستی بنویس از اونایی که هستن، دیگه اونایی که نیستن خودم میبینم اینجا نیستن. این خانم زمان فاضلی پرستار بود در درمانگاه هوایی، نه بیمارستان ها، درمانگاه هوایی. صبح این بیچاره دهاتی هایی که از طرف کجا میمدن، فلکه مصدق خوشنودی کجا میشد، میومدن اونجا وای میسادن، همچین که اینا درواز میکردن میومدن تو به یکی دوتا قرص میداد فلان اینا میرن. یه مدتی ایاتون باشه یه آمپولای بود، آمپول بی کامپلکس، بی دوازه یه چیزی اینجوری، و به همه میدادن، چون میدونستن هر کی میاد اینجا سوء تغذیه داره، انواع مریضی ها داره، بچه ها معمولا چرم دارن. بمانه این دختر خاله پدر ما تعریف میکرد و آدم دروغگویی نبود. حالا این یکی از داستاناش بود که یه روزی به یک کس به اصطلاح میاد از این سوزنا، یه چیز قهوه‌ای انقدی بود، شیشه‌ای بود، اینجوری هم می‌زدن سرش پرت می‌شد، خدا میدونه حالا چقدر چم می‌ریخت تو خودش. بماند قبل از این بود که اون شیشه‌ای بیاد که سرش پلاستیک بود و سوزن رو می‌کردن داخلش، یه چیزای انقدی بود اینجوری میزدن با یه تیر سر میرفت، اون سوزن رو میکردن تو این شیشه انقدی میاد. گویا چند تا از اینا دادن به مثلا مادر این بچه که برو و اینا رو مثلا روز یکی بده به این، حالا یا تزریق یادشون رفته یا اگه گفتن تزریق، اون بنده خدا نمیدونسته تزریق یعنی چی. خلاصه میره یه هفته دیگه میاد همه اینا رو با خودش آورده بوده و میگه که شما چرا اینا رو نزدی، این داره میمیره از ضعف. میگه بهش هم میگفتن خانم دکتر من هی ایره بهش میدم میخوره، چند ساعت دیگه میاد بیرون، دوباره میشورم تمیزش میکنم میدم میخوره، دوباره چند ساعت دیگه میاد بیرون. اون بچه بیچاره این شیشه میرفته توی معده و روده و اینها، شانس آورده که پاره نشد به اصطلاح نشکسته. بعد هی نگین ما چی بودیم الان چی شدیم. یه کمی کوتاه بیاین جنایت، این رفتار با حیوانات در کشورهای کافرانه،
آها، این رفتار با حیوانات در کشورهای کافر یا کافران جنایت است. قبل از حرکت کشتی حمل گوسفند از استرالیا باید از انجمن حمایت حیوانات اجازه رفاه حیوانات هنگام انتقال به سوی کشتارگاه دریافت کنند. حالا شما ببینید این حیوان و اون جانوری که اون ماشین رو داره میرونه و اینو بستن، ببینید چجوری. صدای اینا من کم کنم اجازه بدید چون احتیاج به صدا نداره. نوشته القاهر باهره، این احتمال مصر دیگه، که اینم القاهره در قاهره فیلم برداری شده و متاسفانه باز تلفونا از این وری. ببینیم با هم. گاو بیچاره رو گذاشتن توی ماشین، گاوه از اونا بیشتر میفهمه، اومد و در رفت رفت. اینه که من بگم بعضی از این فعالان سیاسی اجتماعی رو ما رو اگه واقعا با یک خر با یک گاو عوض کنیم، فردا صاحب اون گاو صاحب اون خر میاد میگه آقا اینو بگید اون خر منو بده، اون گاوه منو بده. گاوه شیر میداد، خره بار میبرد. این چیه؟ خب ببینیم کجا هستیم، چی میگیم و ساعتم 3:54 هست. چرا در زمستان بیشتر سرما میخوریم؟ مثل من. مسابقه زیبایی ما، اینو یه دوستی که هر وقت ماجرای خر و اینها پیش میاد خودش رو جزو خران میدونه، نوشته که مسابقه زیبایی ما در کجا هست؟ این کنیا فکر کنم، کنیا، کشوری که پدر آقای اوباما از اونجا بود و این ترامپ شالاتان میگفت که اوباما اینجا دنیا نیومده، کنیا دنیا اومده، و بعد خودشم با پررویی اومد گفت که تموم شد اینجا دنیا اومد، نه عذرخواهی نه چیزی. ببینید این مسابقه زیبایی این دوستان در حزب خران. اقیمت مسابقه لاختیار ملک جمال الحمیر لعام 2015 فی منطقه لامو فی کینیا، وقد تم اختیار اجمل حمار فی کینیا من بین 200 حمار فی تظاهره. خب خوب اقلا این بیچاره ها رو به اصطلاح به بهانه همین مسابقه در شرکت در این مسابقه زیبایی نگه می‌دارن. بله، و اونم مدال دادن. اینجا هم دارن بارش می‌زنن. بیچاره. خیلی جالبه. یه حیوانی اینقدر به ما کمک می‌کنه، خدمت می‌کنه، بعد ما وقتی می‌خوایم به یکی توهین کنیم بهش میگیم این خره. ای کاش خر بود. یه چیز دیگه باید پیدا کنیم. آمریکا در مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی در کنار آنهاست. آره اروا باباتون، شما گفتین ما باورمون شد. ایرانی که نخست وزیر دموکرات خودش رو انتخاب کرده بود، به اصطلاح سر کار بود، شما آمدید با کودتا انتخاب نکردید، ببخشید، شاه انتخاب کرد، شما آمدید از کار به اصطلاح ساقطش کردین، شاه رو با خواهرش به اصطلاح با شعبون بیمخ و اینها رو آوردید، اون حکومت رو گذاشتید، بعدم دوباره بعد از 25 سال چقدر این ماجرا. آمریکا در مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی در کنار آنهاست. رادیو فردا دونالد ترامپ یا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه دهم بهمن در سخنرانی خود در کنگره درباره وضعیت عمومی کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و گفت آمریکا در مبارزه مردم ایران برای آزادی در کنار آنها ایستاده است. بخش
اصلی سخنرانی دونالد ترامپ به تشریح دستاوردهای سیاسی و اقتصادی یک ساله دولت وی اختصاص داشت. رئیس جمهوری آمریکا در بخش از سخنرانی خود اظهار داشت همانطور که ما در حال تقویت روابط دوستانه با جهان هستیم، به صراحت درباره دشمنانمان نیز روشنگری میکنیم. و در ادامه در خصوص اعتراضات اخیر در ایران گفت: وقتی مردم ایران علیه جنایت حکومت دیکتاتور فاسد قیام کردند، من ساکت نماندم. آمریکا در چه غلطی کردی؟ ساکت نماندی چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ اومدی گفتی ما میخوایم اینترنت بفرستیم. افراد احمقی مثل فخرآور هم گفتن اینترنت آقای ترامپ، اینترنت ماهواره‌ای داره میره. به مردم نگفتن تازه اگر چنین اینترنتی باشه شما یه چمدون لازم داری که بذاری اینترنت رو بگیری، اون هاتسپات درست کنی، بعد به تلفنت وصل بشه. دروغ دروغ دروغ. و اما دولت ترامپ ممنوعیت ورود ایران، ورود پناهجویان ایران و 10 کشور دیگر را برداشت. این برای که به اصطلاح حواس آمریکایی‌ها رو از مشکلاتی که درست کرده، مشکلات قانونی سیاسی اینها به اصطلاح منحرف کنه. یه روز میگه ممنوع، یه روز میگه آزاد، و بیچاره مردمی که زندگیشون رو گذاشتن و منتظر هستن. همین دوست نادان ما آقای علی ترابی ترامپ ترامپ میکرد، تا ترامپ اومد 6 ماه تأخیر انداخت کاراشونو، ولی اینا متوجه نمیشن، اینا آدم نمیشن. یه دلیلش هم اون باور دینی و مذهبی یه طرف است که فکر میکنن اینا چون مثلا حالا مسیحی شدن از دیگران بیشتر میفهمند. و اما دولت ترامپ ممنوعیت ورود پناهجویان ایران به 10 کشور دیگر را برداشت. وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید ممنوعیت ورود پناهجویان از کشورهای با ریسک بالا از خاورمیانه و آفریقا برداشت شده، اما این پناهجویان بعد از بررسی امنیتی بیشتر آنها میتوانند وارد آمریکا شوند. این خانمه کریستین نیلسون کسیه که 2 هفته پیش وقتی که ترامپ گند زده بود و گفته بود که ما نمیخوایم از آفریقا و این ورور پناهنده بیاد، از نروژ بیان، درباره نروژ صحبت میکردن، این میگفت که من خبر ندارم که نروژیا سفید پوستن. کسی که اینجوری دروغ میگه، ببینید وضع مملکت چیه، ببینید وضع ترامپ چیه، کجا میره. بازم گفتم اگه کسی طرفدار ترامپ هست میتونه مهمون من باشه، به شرطی که با بازی با رول یا قانون این بازی ما را بیاد. اگه ما پرسیدیم قولهایی که ترامپ داده، دیوار، نمیدونم این چی شده، نگه حالا شما دیوار رو ول کن، من میخوام راجع به این صحبت کنم. راجع به اون میخوای صحبت کنی؟ ببخشید اینو میگم، اون وقتا میگفتن کسایی که چیان سرشونو بکنن تو چاه فریاد بزنن. شما تو آمریکا چاه نیست، سرت بکن توی دستشویی یا توالت، اونجا برای خودت صحبت کن. باز ممنونم از اون دوستمون ارادت من اشپنده، به من گفت که این اشپندر هم مثل آلمانیا با اشپنده 50 دلار آمریکایی حمایت کرده. از شما هم میخوان که اگر امکان مالی دارین دیگه ای گدابازی، حالا نه بهونه نیارید که ای من پناهنده هستم ندارم. والا من فکر کنم نصف شما پناهنده هست، صبح تا صبح تو استارباک هم دیگر رو میبینین. در صورت که من استارباک نمیرم، I hate استارباک، میرم 7-11 اگه تازه قرار باشه بیرون کافی بخورم، اگه نه که تو خونه خودم. بله، من کوهرنگ و اون مسیر زایندرود رو رفتم، کم آبی هست، اما قبل از رسیدن به سد کارخانه های آب معدنی، پرورش ماهی، کشتار، برنج زیادی قبل از رسیدن به سد مصرف میکنه. ذوب‌آهن اصفهان مصرف بالا. آقا ذوب‌آهن که از دوره شاه درست شده، یعنی کار به جای رسیده که همون مقدار هم آب که به پشت سد می آمد با پمپاژ میشه به کرمان و یزد که آبی نمیمونه پشت سد. خیلی ممنون. خفر و کوار و سروستون و جهرم و فیروزآباد و شویجون و شریف‌آباد. باریکلا. بله، خفر، کوار، سروستون، ما یه دوستی داشتیم آقای سروستانی، جهرم خود من میرفتم میمدم، فیروزآباد نرفتم، کم میرفتم، شایجان فکر کنم اسمش بود. و اما
کلکه مصدق رو آخوندها کردن میدان قدیر، اما مردم تا امروز هم که شده چهار را هنوز میگن فلکه مصدق. روان شاد، یادش گرامی، مصدق هم اشتباهات زیادی داشت، اصلا امکان نداره کسی اشتباه نکنه. چیزی که هست، خانه از پای بست، ویران است، کارمون خیلی خرابه. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون که بیاین بر روی این صندلی داغ بشینید. داریم مثل و گفته زر و مثل که آن را که حساب پاک است از صندلی داغ سربی چه باک است، از محاسبه چه باک است. روز روزگارتون خوش، با امید دیدار جمعه 12 ظهر با کانون آوا برنامه رو شروع میکنیم، 2 بعد از ظهر سربی با مردم، 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران. مرسی.